دوستان که لطف کردن تشریف آوردن به برنامه و بخصوص از آقای بهمن آزاد که دعوت ما را قبول کردن که یه سری تحقیقاتی که در مورد چیز شدن فروپاشنده شدن اتحاد جماهیر شوروی کردن که اینجا بیان بحثشون رو ارائه بدن و در پایان هم دوستان میتونن یه بخش داریم سوال و جواب، یه بخشی هم داریم در مورد اظهار نظرها، این دو بخش داریم. من به مناسبت سالگرد فاجعه ملی یه دقیقه اعلام سکوت میکنم، بعد برنامه رو میتونیم شروع بکنیم. ممنون از همه و با عرض تسلیت به تمام زنان و عزیزان ایران به خاطر مرگ کشته شدن ناگوار خانم مینا مهسا امینی. و جلسه من مایک خودم رو بستم. جلسه رو من تو ذهنم بود که به اصطلاح تو سالگرد انقلاب اکتبر بذارم، ولی بنا به وقایعی که اتفاق افتاد، ورود ارتش روسیه به اوکراین و فوت آقای گورباچوف، تصمیم گرفتم که این برنامه رو زودتر بذارم و این نگاهی هم میندازم قبل از اینکه به اصطلاح ما با در چه جهانی بودیم و به جهانی داریم میریم. قبل از اینکه این فروپاشی اتفاق بیفته، ما جهانی داشتیم که بعضی ها اسمش رو گذاشتن دوران جنگ سرد، یا به نوعی دیگه تعریف این بود که تضاد بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری. دورانی هم داشتیم به اسم دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، و در این دوران امکاناتی به وجود اومد که کشورها میتونستن استقلال داشته باشن، به همین صورت نبود که یک کشوری بتونه به کشور دیگه حمله کنه. یه توازن قوایی بود و امکانات وسیعی واسه استقلال و عدالت تو تمام جهان شکل گرفت، و کشورهایی مثل ما که هنوز به رشد متوسط سرمایه داری نرسیده بودیم، این امور هم شکل گرفت که میتونیم راه رشد غیر سرمایه‌داری یا سمکری سیستیالیستی رو پی بگیریم و اون درد زایمان سرمایه‌داری رو بذاریم به نوعی کنار، و با این امید نیروها و سازمان‌های مترقی به فعالیتشون مشغول بودن. و تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشنده شد و خیلی از امیدها به یأس تبدیل شد و خیلی از نیروها اصلا از اون ایدئولوژی و چیزی که داشتن بریدن، به سمت دشمن رفتن، و عده‌ای هم همینطور متزلزل و نیروهای هنوز پایدار به چیز بودن، پایدار به اون ایدئولوژی و راه و سیاق خودشون بودن، و جهان تبدیل شد به جهانی تک قطبی که تاخت و تازش رو به تمام جهان تشدید کرد، حمله نظامی مالی و تحمیل اقتصاد نیولیبرال دنیا. و اینکه چه اتفاقی افتاد که این به اصطلاح این کم به سوسیالیسم، یا در واقع نکه هم چیزش اصلیش که اتحاد جماهیر شوروی به همچه روزی رو افتاد، از آقای بهمن آزاد دعوت کردیم که تو به اصطلاح توضیحاتی به اصطلاح در این مورد بدم. و من قبل از اینکه چیز کنم، وظیفه خودم میدونم که آقای بهمن آزاد رو اینجا به طور مختصر معرفی بکنم و بعد ایشون میتونن صحبتاشون رو شروع بکنن. آقای بهمن آزاد
استاد بازنشسته اقتصاد و جامعه شناسی دارای درجه فوق لیسانس در اقتصاد تطبیقی و درجه دکترا در جامعه شناسی مارکسیستی با تمرکز ویژه بر تحولات اجتماعی است. آقای بهمن آزاد فعالیت سیاسی خود را از زمان مبارزات کنفدراسیون دانشجوی ایرانی علیه رژیم شاه در آمریکا آغاز کرد. او در سال 1975 به حزب کمونیست آمریکا پیوست و تا چند سال پس از فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیسم در این حزب انجام وظایفی مانند عضویت در شعبه های صلح و همبستگی بین‌المللی و آموزش و مسئولیت سازمان ایالتی این حزب در نیوجرسی را بر عهده داشته است. بهمن در اوایل دهه 1980 به شورای صلح ایالات متحده آمریکا پیوست و از اواسط دهه 1990 تا کنون در مقام دبیر اجرایی این شورا خدمت کرده است. او همچنین عضو دبیرخانه شورای جهانی صلح و نماینده رسمی این شورا در سازمان ملل متحد است. کتاب بهمن آزاد در مورد علل و عوامل برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی تا کنون از سنه جنبش کمونیستی به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، چک، ژاپنی و کره‌ای ترجمه شده است. با تشکر از آقای بهمن آزاد مجددا ما در اختیارتون و مدتتون هم که هر طوری مثل اینکه گفتیم حدود نیم ساعت تا سه ربع هر اندازه‌ای که ما چیز هستیم منعطف هستیم. ما در اختیار شما. با سلام به همه رفقا و دوستان و تشکر از همه برای شرکت در این جلسه برای شنیدن حرفای من که خودم نمیدونم چقدر ارزش خواهد داشت. به خصوص تشکر از رفیقمون داریوش برای اینکه این جلسه رو سازماندهی کرد. صحبتم رو شروع میکنم. آقا مسئله که باش روبرو هستیم یعنی علل فروپاشی اتحاد شوروی مسئله بسیار بسیار بغرنجیست و چیزی نیست که یک نفر یا یک حزب یا یک گروه فقط بتونه نظر قطعی در موردش بده. جنبش کمونیستی یک جنبش جهانی بوده و تو این پروسه ساختمان سوسیالیسم در سطح جهان بیش از 130 حزب کمونیست دخالت داشتند و تمام این روندها تاثیرگذار بوده برای آنچه که اتفاق افتاده و در نتیجه جمع‌بندی تجربیات و پیامدهای این روند تنها از طریق یک یا دو یا سه نفر یا حزب و یا در فاصله تحقیقات یک نسل شدنی نیست. و همین جهت این صحبتهایی که من میخوام بکنم جنبه فقط اشاره به یک سری دیدگاه های مسائل کلی داره که شاید بتونه نقطه پرشی بشه برای صحبتهای دقیق تر در این مورد. به این واقعیت هم فکر میکنم باید هممون توجه کنیم که این یه مسئله آکادمیک نیست. سرخوردگی ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی تأثیرات جدی در سطح جهان گذاشته برای خیلی هم کمونیست ها هم جنبش های رهایی بخش و تعیین کننده است که به طبقه کارگر توضیح بشه داده بشه در سطح جهان که علل چی بود. چون تبلیغاتی که میشه عللی که توضیح داده میشه در غرب به خصوص در کشورهای امپریالیستی و سرمایه‌داری این است که سوسیالیسم هیچ وقت کار نمی‌کرد، قرار نبود کار کنه، محکوم به شکست بود، ایده بی خودی بود. اونایی که خیلی خوب پیش رفتن تو این مسئله یعنی با حسنیت رفتن سوسیالیسم ایده خوبیه ولی عملی نیست. انواع و اقسام صحبت‌ها در این مورد مطرح شد. تا اینجاش خب تبلیغات غرب بوده، پایان کمونیسم، پیروزی سرمایه‌داری و تمام این حرفا. ولی مشکل اینجاست که این گیجی و سردرگمی در واقع در خود جنبش کمونیستی هم دامن زده شده و به یأس، همونطور که داریوش گفت، یأس و سردرگمی، انفعال و حتی چرخش به راست شدید انجام گرفته و دچار جنبش کمونیستی رو دچار مشکلات ساختاری کرده. ما الان میبینیم که
در فاز فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیسم یه بخشی از احزاب کمونیست یهو چرخیدن و خودشون رو سوسیال دموکرات اعلام کردن و در مسیر دیگری رفتن. یه بخش از احزاب همچنان سر موضع موندن. یه بخشی دچار اشتعال شد و ببخشید و تقسیم‌بندی شد و انشعاباتی صورت گرفت و بالاخره در اونایی که لنینیست باقی موندن، شاید مسائل هنوز هیچ وقت حل شده باقی نموند نشد و نگاه کنیم به واقعی که اخیراً بعد از ورود نیروهای ویژه اتحاد شوروی ببخشید روسیه در اوکراین اتفاق افتاد. اختلافات حتی بین احزابی که خودشون رو مارکسیست لنینیست همچنان میدونن هم بروز کرد و موضع‌گیری های مختلفی شکل گرفت. به همین جهت فکر میکنم که پرداختن به ریشه و عوامل سقوط حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی و در کشورهای اروپای شرقی یه مسئله ای که کاملا به عملکرد آینده جنبش کمونیستی ارتباط پیدا میکنه و ما وظیفه داریم، نه فقط در مورد طبقه کارگر، بلکه در مورد به خاطر انسجام جنبش کمونیستی بتونیم بعضی این مسائل رو تا اونجایی که میتونیم روشن کنیم. من صحبتم رو با اجازتتون از دو بخش، دو وجه از سردرگمی هایی که ایجاد شده شروع میکنم و بعد میپردازم به مسائل تاریخی که به شوروی مربوط بود. اولین گیجی که ایجاد شده یا اولین سرخودگی که ایجاد شده در مورد خود مارکسیسم لنینیسم، همونطور که مطرح شد در مقدمه، بحث کلی که مطرح میشه بر اساس این دیدگاه اینه که دیگه مارکسیسم لنینیسم اعتبار خودش از دست داده، دیگه کاربرد نداره و بر اساس این برخی گام های فراتر از این هم برمیدارن و یک تز عمومی ایدئولوژی زدایی از جنبش رو مطرح میکنن که خودش عامل یک سری از مسائل هست، همین امروز که ما در جریان مبارزه هستیم. برخی رفتن پای این که اون بخش به خصوص دیکتاتوری پرولتاریایی که مطرح شده بوده در واقع باعث شده که دموکراسی در اتحاد شوروی نباشه و علل فروپاشی شوروی در واقع نبود دموکراسی بوده. این یه بچ از نقد تئوریک یا اعتراض تئوریک به مارکسیسم لنینیسم، ولی یه بچه دیگهش برمیگرده به خود آنچه که در اتحاد شوروی گذشته که البته باز هم این جنبه نظری و اسلوبی داره، هم اسلوبی نظری و هم تاریخی داره. من اجازه بدید به بخش اسلوبیش برخورد بکنم. گفته میشه که چیزی که شکست خورده الگوی به کار گرفته شده در اتحاد شوروی یا الگوی اتحاد شوروی برای ساختمان سوسیالیسم. این خیلی حرف کلی و بی‌پایه‌ایه و من این رو نشون خواهم داد، سعی میکنم نشون بدم. بچه دیگر این قضیه که مشکل تاریخیشه، من بعداً بهش خواهم رسید و در اون مورد وقتی که مشخصاً در مورد اتحاد شوروی صحبت میکنم و روندهای ساختمان سوسیالیسم اونجا مطرح خواهم کرد. در مورد اینکه مارکسیسم لنینیسم اعتبار خودش از دست داده، اجازه بدیم چند نکته رو مطرح کنم. اول اینکه مارکسیسم لنینیسم یه علمیست که بر اساس یک پژوهش تاریخی، فلسفی، اجتماعی، سیاسی و تجربه نسل‌های گذشته به دست اومده. این علم مجموعی از تئوری های مختلفه، یک تئوری نیست که بگیم یهو اعتبارش رو از دست داد. کسانی که مدعی میشن جهان بینی مارکسیستی، مارکسیست لنینیستی اعتبار خودش از دست داده، باید اول به طور مشخص روشن کنن و به طور کنکرت مطرح کنن که کدوم اجزای تئوری که این جهان بینی بی‌اعتبار شده، کدامش رد شده، به طور مشخص چه استدلالی برای مردود شدن این تئوری ارائه شده.
آیا نگرش ماتریالیستی مارکس به تاریخ غلط بوده؟ آیا مقوله شیوه تولید و فرماسیون اقتصادی و رو مسائل روبنا و زیربنا اعتبار خودش از دست داده؟ آیا تقسیم جامعه به طبقات از طرف مارکس غلط بوده؟ آیا نظریه مارکس در مورد پرولتاریا به عنوان گورکن سرمایه‌داری غلط بوده؟ آیا تئوری مارکس در مورد سرمایه، در مورد استثمار، در مورد تولید ارزش تنها منحصر به نیروی کار، تئوری ارزش اضافیش، اینا همه رد شده، مردود اعلام شده؟ آیا تز لنین در مورد امپریالیسم دیگه صادق نیست؟ آیا نظریه حزب پیشاهنگ لنین بی‌اعتبار شده؟ آیا انترنسیونیسم پرولتاری معناش از دست داده؟ و ده ها تئوری دیگه و نظریه دیگه که اینا در یک مجموعه کامل به هم پیوسته یک جهان بینی رو از خودشون ارائه میدن که شیوه نگرش به دنیایی است که ما درش مبارزه میکنیم و زندگی میکنیم. اگر این اصل رو بپذیریم که این جهان بینی این پایه‌های تئوریک رو داره، این تجربه اجتماعی تاریخی رو داره، آیا میتونیم به طور دلخواهانه و ذهنی فقط اعلام کنیم که دیگر اعتبار ندارد؟ با این کار به چه چیز داریم خدمت میکنیم؟ اگر این کار رو بکنیم، صحبت این میشه که اگه اعتبار نداره، کدوم تئوری الان اعتبار داره؟ آیا کسانی که اینو رد میکنن تئوری تازه و مدرنتری که جانشین شده ارائه دادن؟ و اگر ارائه ندادن، آیا رد آخرین تئوری پیشرفته به معنی بازگشت به تئوری‌های پیشین نیست؟ آیا اتفاقی است که رد مارکسیسم‌لنینیسم عملاً به بازگشت به سوسیال دموکراسی منجر شده؟ دوم این که مارکسیسم‌لنینیسم با انقلاب اکتبر به وجود نیامده بود که بخواد با پایان یافتن انقلاب اکتبر و شکست اردوگاه سوسیالیسم ختمش اعلام بشه. برعکس، خود مارکسیسم لنینیسم خودش آفریننده انقلاب اکتبر بود، به عمل در اومدنش بود. در نتیجه این تفوق و تأخر قضیه رو باید در نظر بگیریم. اگر اینطوریه، یک تئوری، یک جهانبینی، یک سیستم رو آفریده در سطح واقعی و این سیستم واقعی شکست خورده، آیا نباید مبنای ارزیابی ما از اینکه این چرا این واقعیت به شکست رسیده، بازگشت به تئوری و ارزیابی اون واقعیت از دیدگاه اصولی هست، اصولی باشه که بر اساس اون واقعیت رو به وجود آوردیم؟ اگر اینطوری سومخ باید بشینیم تحلیل کنیم که کجای این واقعیت ساخته شده برای 80 سال تخلف کرده از اصول تئوریک و پذیرفته شده ای که در این جهانبینی وجود داشته، کجای قضیه کج رفته؟ این معیار اساسی میشه. اگر تئوری جدیدی هم نیست، باید با همون تئوری که داریم که هیچ کس هنوز ردش نکرده دوباره به همین مسئله بپردازیم و زاویه دیدگاه خاستگاه طبقه کارگر و انقلاب پرولتاری به مسئله نگاه کنیم، ببینیم کجا کوتاهی ها بود، کجا کمبودها بود و به اونها بپردازیم. یه نکته هم میخواستم در مورد تفاوته، بخواست برین که این قضیه باز هم برمیگرده به این رد جهانبینی، میخوام تفاوت مارکسیسم لنینیسم رو به عنوان یک جهانبینی علمی با مارکسیسم لنینیسم به عنوان ایدولوژی طبقه کارگر از هم تفکیک کنم. ببینید، مارکسیسم لنینیسم به عنوان یک جهانبینی علمی نگرش خاصی به جهان رو ارائه میده به من که این دیدگاه هیچ طبقه خاصی نیست. بذارید یه مثال براتون بزنم. شما یک استادیوم فوتبال رو و یک مسابقه فوتبال رو در نظر بگیرید. بازی در جریان. استادیوم پر جمعیت.
هر کسی در هر جایی که نشسته از اون زاویه داره به بازی نگاه میکنه، مسئله رو از اون زاویه دید میبینه. حالا هزار اختلاف نظرم پیش میاد، آیا طرف آفساید بود نبود، آیا فول کرد نکرد، آیا لگد انداخت یا ننداخت، تمام این که این نتیجه به چه نتیجه میرسی تابع اینه که از کدام زاویه دارید به مسئله نگاه میکنید. خب اگر اون سر استادیوم باشید یک جور میبینید، اگر این سر استادیوم باشید یک جور دیگه میبینید. خب این دقیقاً به خود تفکیک طبقاتی و بینش طبقاتی جامعه هم مربوط میشه. هر طبقه ای از دیدگاه خودش داره مسئله رو میبینه، از دیدگاه جایگاه خودش داره مسئله رو میبینه. خب تا اینجاش نظر نسبیه، ولی من توجه شما رو به یک فاکتور دیگه جلب میکنم. اون داور بازی که همراه حرکت داره حرکت میکنه چی؟ آیا اونم دیدگاهش نسبیه؟ دیگه نیست. چرا؟ برای اینکه از همه زوایا داره مسئله رو میبینه. حالا من میخوام با این استعاره مارکسیسم رو جای اون داور بنشونم و بگم که داور اون جهانبینی عمومی رو داره که بازی رو از همه زوایاش داره میبینه. مارکسیسم‌لنینیست‌ها اونها هستن که این کار رو میکنن و این مارکس جهانبینی علمی رو از زاویه دید همه ابعاد یک جامعه، یک سیستم، یک شیوه تولید، یک فرماسیون نگاه میکنن، روابط طبقات رو با هم میبینن که هیچ طبقه به تنهایی مال دیگری رو نمیتونه ببینه. این رو به صورت یک دید و شناخت منسجم ارائه میدن به طبقه کارگر و میگن که منافع در اینه که این مسیر رو دنبال کن. و از آنجا که علمیست برخورد کمک میکنه به سلاح در دست طبقه کارگر تبدیل میشه برای که مبارزش رو به درستی با شناخت از مجموعه روابط اجتماعی به پیش ببره. خب هنگامی که طبقه کارگر این علم رو در خدمت خودش میگیره است که مارکسیسم‌لنینیست تبدیل ایدئولوژی طبقه کارگر میشه. فراموش نکنید، به عنوان مثال باز برمیگردونم به علم فیزیک. در علم فیزیک شما میتونید بمب بسازید، میتونید انفجار هسته‌ای ایجاد کنید باش، میتونید در خدمت تولید انرژی بذارید. علم فیزیک ماهیتش تغییر نمیکنه، در خدمت کی قرار میگیره ماهیتش تغییر میکنه. اینجا هم مسئله همینه. فراموش نکنیم پژوهش‌های تحقیقاتی CIA و مارکس بسیاری متخصصان مارکسیست دارن و لنینیست دارن که جوامع رو ارزیابی میکنن، ولی اون دانش رو در خدمت طبقه حاکم امپریالیسم میذارن که چجوری انقلابات رو خونسا کنن. اونها هم پذیرفتن که این یک علمه. در نتیجه ما نباید خودمون به دست خودمون این علم رو تحت عنوان ایدئولوژی زدایی از خودمون بگیریم، از طبقه کارگر بگیریم. ایدئولوژی زدایی اگر بپذیریم از دیدگاه مارکسیستی، ایدئولوژی آقای آزاد میکروفونتون بسته بود، ببخشید. خواهش میکنم، تا اونجا گفتیم که نباید ایدئولوژی زدایی کنیم. ببخشید. ایدئولوژی زدایی کردن از طبقه به معنای خل سلاحش، در حالی که اون طبقه مقابل داره از همون حتی ایدئولوژی علمی که شما دارید بر علیه خودتون استفاده میکنه. در نتیجه این بحث یعنی ایدئولوژی زدایی جز خدمت به امپریالیسم، جز خدمت به طبقه بزرگ سرمایه‌داری چیز دیگری نیست. طبقه کارگر رو از دیدگاه علمی خودش محروم میکنه و به دامن بورژوازی، ایدئولوژی بورژوازی میندازه. لنین خیلی راحت این حرف رو زده و گفته دو ایدئولوژی بیشتر وجود نداره، راه سومی هم نیست، یا ایدئولوژی بورژوایی یا ایدئولوژی کارگری و پرولتاری.
خب شما یکیشو رد کنید، به کجا میافتید؟ طبقه کارگر که کتاب خون و نمیدونم فلان این حرفا نیست که بره ببینه چیز نسبی هر کدوم از این، علمیت نسبی هر کدوم از اینها چی هست. تحت تاثیر تبلیغات دشمن همه چیز رو میپذیره و میاد جلو. کما اینکه ما میبینیم در کشورهای سرمایه‌داری بزرگ پیشرفته چه اتفاقاتی در جنبش کارگری داره. بنابراین این تز رو هم باید گذاشت کنار. این هم به معنای رد مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی، به عنوان یک جهان‌بینی علمی. خب این بحث رو من کلیتش رو میگم، گفتم و کنار میذارم. تنها بحثی که میخوام ازش نتیجه بگیرم اینه که تمام این گفته های تو توری بافی های انواع اقسام که این شکست خورده، اون وجود نداره، این دیگه نیست، این اعتبار نداره، همش از یأس شکست ناشی میشه. همش از یأس شکسته. و ما مارکسیست لنینیستا میدونیم که از زاویه حرکت از زاویه شکست ما رو به جای نمیرسه. ما بارها زمین خوردیم و بلند شدیم، باز هم زمین میخوریم و بلند میشیم. این سنت ما نیست، این رو باید بگذاریم. حالا برمیگردم به بحث الگوها و الگوی سوسیالیسم که در اتحاد شوروی مردود اعلام شد. ببینید، گفته میشه که الگوی سوسیالیستی اتحاد شوروی، ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی به شکست رسید. خب این هم یه کلیگویی مثل بی‌اعتباری مارکسیسم از چند زاویه. اولا وقتی تز شکست یک تئوری رو مطرح میکنیم، باید بگیم با چه معیارهای این پیروزی شکست رو داریم میسنجیم. وقتی شما یک الگوی اجتماعی برای پیشرفت جامعه میذارید، طبیعتا براش چند چیز رو مطرح میکنید. یک، هدفشه، میخواد به کجا برسه. یعنی شکست و پیروزی در رابطه با هدف تعیین شده معلوم میشه. دوم این که یکی باید این طوری این الگو رو پیاده کنه، درسته؟ ما از کجا میدونیم خطای پیاده کننده نبوده که به شکست رسید؟ در نتیجه حکم صادر کردن که خود الگو غلط بوده، نه اینکه خطای اتفاق افتاده از زاویه همون چارچوب علمی که ما گذاشتیم. یه کار دلبخواهه، باید اینو تحقیق کرد، دید چه شده. درسته؟ سوم، هیچ الگوی اجتماعی در خلا اتفاق نمیفته، تحت تاثیر هزار فاکتور عمل میکنه، هم خارجی که ما نمونه شده دیم، این الگو در محاصره امپریالیزم شروع کرده اجرا بشه، ما میدونیم این رو، تأثیراتش روی کشور چی بوده، تأثیراتش روی رشد این الگو چی بوده. همچنین سابقه تاریخی جامعه، چارچوب فرهنگی مذهبی جامعه، چارچوب انسانی جامعه، تمام این فاکتورهای اجتماعی که میتونه عمل کنه. شما همون الگو رو در دو کشور مختلف پیاده کنید، به نتیجه مختلف میتونید برسید. از کجا معلوم شده که نقش این فاکتورها در شکست و پیروزی الگو چه بوده؟ در نتیجه شما میایید دلخواهانه دو وجه تحقیق رو کنار میذارید، مسئله رو فقط برمیگردونید به اینکه الگو اشتباه بوده. برای اینکه این نشون بدید الگو اشتباه بوده، باید بگید در غیاب اون فاکتورها هم این الگو به شکست میرسه، به خاطر اینکه در درون خودش تناقض داشت، به خاطر اینکه کمبودهای تئوریک نظری داشت یا هر چیز دیگه. این کارا که نشد، چجوری همچه حکم صادر میشه؟ من این از نظر اسلوبی میگم الان، که وقتی میخواید یه برخورد علمی به یه پدیده تاریخی بکنی، خب باید یه سری اصول علمی رو رعایت کنید دیگه. مثل پلیسی که اولین شاهد رو میگیره تبدیل میکنه به حجت، تبدیل میکنه یه بیگناه رو میندازه زندان. این کاری که ما نمیخوایم بکنیم.
اینا مشکل اسلوبی همچین ادعایی. حالا برگردیم به مشکل تاریخی همچین ادعایی. فرض بر اینه که در اتحاد شوروی فقط یک گلگو وجود داشت، که در تمام این 80 سال از یک گلگوی ثابت پیروی شد. واقعیت اینه که اینطور نبوده. به تاریخ نگاه کنیم. با کمونیسم جنگی شروع شد، به نپ رسید، به صنعتی شدن سریع صنعتی رسید، به صنعتی شدن سریع مصرف رسید، ببخشید رشد سریع مصرف رسید، به مرحله به الگوی سوسیالیسم پیشرفته رسید. و بعد از همه اینها به الگوی سوسیالیسم با چهره انسانی آقای گورباچف رسید. اون کسی که میخواد ادعا کنه این الگو شکست خورده، شکست رو تو کدوم یک از اینا میبینه؟ در رابطه با کدوم هدف این الگوها تعریف میکنه مسئله رو؟ آیا کمونیسم جنگی به شکست رسید؟ آیا نپ به شکست رسید؟ آیا روند سریع صنعتی کردن با شکست رو برو شد؟ روند شکست از کجا شروع شد؟ از کدوم الگو با مشکل پیدا کردیم؟ آیا همه الگو ها منجر به شکست به فروپاشی شدن یا آخرینش منجر به فروپاشی شد؟ بحران های زایده رشد سیستم سوسیالیستی به معنای فروپاشیش نیست. سرمایه‌داری هم چپ و راست با بحران روبرو بوده، به شکست به فروپاشی نکشیده کنوز. باید مرز گذاشت بین بحران، علل بحران در جامعه، و فاکتورهایی که به فروپاشی یا فروپاشوندن انجام میده. من حالا یکی یکی به این الگوها نگاه میکنم و از زاویه هدفهایی که داشتن براتون صحبت میکنم. ببینید، نگاه بکنیم به الگوهای سوسیالیسم در اتحاد شوروی. همونطور که گفتم این هر الگویی رو ما بر اساس بحثی که کردم میخوام در رابطه با هدفی که براش گذاشته شده بوده ارزیابی بکنم و بعد مثبت و منفیاشم بگم که چه باعث شد. خب چند تا واقعیت رو باید آغاز کنیم باهاش در رابطه با تاریخ اتحاد شوروی و انقلاب اکتبر. یک، انقلاب اکتبر در عقب مانده ترین کشور سرمایه‌داری آغاز شد، برخلاف پیشبینی هایی که میشد. این به چه معنا بود؟ به این معنا بود که آنطور که در تئوری مارکسیستی پیشبینی شده بود، مرحله سوسیالیسم با یک طبقه کارگر پیشرفته، با یک تکنولوژی پیشرفته، با پیشرفته ترین ساختارها به سمت سوسیالیسم حرکت میکرد. در روسیه، در اتحاد شوروی این اتفاق نیفتاد. ما از عقب در اینجا شروع کردیم. این به چه معناست؟ به معنای این بود که عقب ماندگی رو هم اینا باید جبران میکردن تا به فاز سوسیالیسم برسن. اون یهو جمع پرش نمیشد کرد از نظر مادی، از جایی که روسیه بود به یک مرحله سوسیالیست. این یک مسئله. دوم، انقلاب اکتبر در شرایطی پیروز شد که 14 کشور امپریالیستی کشور رو اشغال کرده بود. از بعد از جنگ جهانی اول شروع کرد. درسته. خاک روسیه اشغال بود. روسهای سفید برای براندازی حکومت شوراها حرکت میکرد. خب این وضعیت بغرنج تاثیر خارجی رو گذاشت روی سیستم. بنابراین مسئله حفظ موجودیت دولت سوسیالیستی از همون اول به عنوان یه فاکتور در صدر کار حزب کمونیست قرار گرفت و تا روز فروپاشی اتحاد شوروی
که تمام پروسه رو در محاصره امپریالیسم، زیر خطر امپریالیسم، زیر تهدید امپریالیسم عمل کرد، تا آخرین لحظه همین به عنوان یک چیز در سطح دستور کار، و این روی تمام الگوها تاثیر داشت. خب حالا با دانستن این میپردازیم به الگوی کمونیست جنگی که از 1918 تا 1921 ادامه پیدا کرد. هدف الگو چی بود؟ هدف این الگو هیچ ارتباطی با ساختمان سوسیالیسم نداشت. کشور شوراها در اشغال و زیر حمله نظامی بود. هدف این الگو ایجاد بسیج عمومی منابع، تمامی منابع اقتصادی و اجتماعی جامعه برای به پس راندن دشمن و حفظ موجودیت دولت شوراها. این هدف الگو. هیچ هدف دیگری دنبال نکرد. خب بر اساس این الگو چه سیاستهایی رو در پیش گرفتن؟ من لیست میکنم برای کنترل کامل دولت بر تمام منابع اقتصادی و انسانی جامعه، جانشین کردن مکانیزم‌های اداری توزیع به جای بازار. با توجه به جایگاه مهم کشاورزی در اقتصاد، اولین اقدام مصادره مازاد تولید در بخش کشاورزی. ملی کردن همه صنایع غیر کشاورزی تا حدی که تا سال 1920 37,000 واحد غیر کشاورزی که 5,000 تاشون تنها یک کارگر در استخدام داشتن ملی شدن. الغای بازرگانی خصوصی به طور کامل، دولت تنها توزیع کننده کالاهای مصرفی. حذف پول به عنوان واسطه مبادله. مبادله اقتصادی تنها از طریق ثبت ارقام در دفتر حسابداری. کنترل دولتی بر نیروی کار صنعتی. محدودیت نقل و انتقال کارگران صنعتی. کنترل اداری بر اختصاص نیروی کار. اعمال دیسیپلین نظامی بر کارکنان بخش دولتی. دیسیپلین نظامی بر دولت. کدوم اینا رو ما میتونیم بگیم هدف ساختمان سوسیالیسم داشته؟ هیچ کدوم. ولی این الگو کار کرد. دولت شوروی تونست از این جنگ بقای خودش حفظ کنه و پیروز بیاد. اگه یادتون باشه حتی امتیازات دیگری هم مثل بروسلیتوفس و اینا هم دادش برای اینکه این بقا حفظ بشه. خب این نتیجه، این در مورد هدف خودش این الگو پیروز بود. یک ارزیابی بکنیم حالا. من منفیاشو میگم. تصرف مازاد تولید کشاورزی انگیزه تولید بیشتر را از کشاورزان گرفت. تولید کشاورزی به شدت سقوط کرد. بخشی از دهقانان را برانگیخت تا مازاد تولید خودشون رو پنهان کنند. 20-30% تولید کشاورزی آن زمان شوروی از طریق دهقانان پنهان میشد. رابطه میان بخش کشاورزی و صنعت قطع شد. کشاورزان دیگر قادر نبودند کالاهای بخش صنعتی را بخرند. میزان خرید کالاهای صنعتی به 12-15% پیش از جنگ سقوط کرد. در نتیجه این کاهش، تولید صنعتی هم به 15% سطح پیش از جنگ سقوط کرد. کار به اعتصاب گسترده کارگران صنعتی رسید و حتی سربازان. ناچار شدن تغییر بدن قضیه. الگو به هدف اصلیش رسید، ولی جنبه های منفی ثانویش به جای رسیده بود که ادامهش ممکن پذیر نبود. لنین چی گفت؟ گفت کمونیسم جنگی به واسطه جنگ خرابی به ما تحمیل شد. این برنامه نه با وظایف پرولتاریا منطبق بود و نه می توانست باشد. این یک برنامه موقت بود. ما برنامه موقت رو اجرا کردن، بقای سوسیالیسم رو حفظ کردن. حالا باید با تمام مشکلات اقتصادی برخورد کنه. اقتصاد کشور با بحران شدید روبرو از همه زاویه،
سقوط تولید، اعتراضات، تمام این مسئله. به همون طریق که کمونیسم جنگی با هدف‌های سیاسی نظامی آلوده ریزی شد و به اجرا در اومد، الگوی نه برای جبران خسارت‌های اقتصادی تنظیم که از الگوی کمونیسم جنگی ناشی شده. از نظر لنین من نقل قول میکنم این یک گام به عقب در جهت همزیستی با سرمایه‌داری و استفاده از انگیزه سود برای جبران سقوط شدید سطح تولید در بخش صنعت و کشاورزی بود. هیچ الگوی تولید سوسیالیستی یا رشد سوسیالیستی نه. حالا باید از بحران اقتصادی که الگوی اول به اجبار براشون ایجاد کرده بود بیان بیرون. سیاست های اجرایی اون گروه چه بود؟ کوشش در راه تلفیق سوسیالیسم و اقتصاد بازار، فرونشاندن خشم و جلب اعتماد مجدد دهقانان به عنوان بزرگترین بخش نیروی کار از طریق لغو مصادره اندوخ مازاد تولید در بخش کشاورزی و مجاز کردن دهقانان به فروش تولیدات خود برای کسب سود و اندوختن ثروت از طریق بازار، سپردن هدایت تولید در بخش کشاورزی به دهقانان و دادن سوبسید به آن، حتی فراتر رفتن سوبسید هم بهشون دادن، واگذاری کنترل بخش صنعتی بجز صنایع پایه‌ای به بخش خصوصی، خصوصی سازی همه بنگاه‌های اقتصادی زیر 20 کارگر، الغای کنترل انحصاری دولت بر توزیع و تجارت و واگذاری آن به بازار که تا سال 1923 یعنی تا 2 سال بعدش 90% بنگاه‌های تجاری خصوصی شدن دوباره، اعمال نظارت دولت بر اقتصاد از طریق سیاست‌های مالیاتی فقط، استقلال کامل تراست‌های دولتی در صنایع پایه‌ای، یعنی ببینید تراست‌های ایران که برای صنایع پایه‌ای ایجاد کرده بودن و اجازه فعالیتشون با هدف کسب حداکثر سود، به رسمیت شناخته شدن مجدد پول به عنوان واسطه کالای مبالغاتی. به من توضیح بدم در عرض 2 سال 478 تراست به وجود آمده بود که 75% نیروی کار بخش خصوصی در دستش بود. همه شون بهشون اجازه داد که با چارچوب سرمایه‌داری با انگیزه کسب سود حرکت کنند. یعنی در عمل حتی تراست‌های دولتی هم به صورت سرمایه خصوصی عمل می‌کنند. آقای آزاد ببخشید، شما الان 40 دقیقه صحبت کردید. نمیدونم رفقا مایل هستن ادامه بدین یا اگر پرسشی دارن برای همین روش بکنم. شما الان به بیش از 100 صفحه اول مذارت کتاب میکنم. خیلی مذارت. خواهش میکنم چیز کردیم، رجوع دادیم ما رو، احتمالا رفقا کتاب رو خوندن. به همین دلیل اگر اجازه بدین، اگر رفقای سوال دارن از شما بپرسم، بعد بریم روی 100 صفحه دوم. هر جوری 100 صفحه دوم نیست، من سعی میکنم خلاصش کنم برای که مسئله واقعا بغرنجه، نمیشه به ساده بیانش بودش. ممنونم. رفقایی که پرسش دارن دستشون رو بالا ببرن که پرسش اگه هست بپرسن که آقای آزاد جواب بدن. اگر که مایل هستید که ایشون ادامه بدن که ما بحث رو ادامه بدیم، رفقایی که مایلن پرسش کنن. خب ظاهرن همه مشتاق شنیدار هستن آقای آزاد. در نتیجه من مجددا میکروفون رو به شما برمیگردونم و بفرمایید. خواهش میکنم. بحث هنوز به جایی نرسیده، ضمن اینکه به هر حال ما نیم ساعت طول داریم و بحث هم تازه از این به بعد چیز میشه. خب اگه فشرده تر باشه که خب خیلی خوبه، ولی توی مرحله فکر نمی کنم که بشه سوال و جواب کرد. اوکی، من چون طولانی شد گفتم هم آقای آزاد استراحتی کرده باشن همین که رفقا پرسشی هست، بس ادامه میدیم. میکروفون خدمت شما، بفرمایید. متشکرم. بخشید. من اینا رو به جزئیات گفتم برای اینکه الان یکی از چیزهایی که امروز گریبانگیر همه ما شده این تز اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازاره که در واقع بازگشت به همین نده. حالا صحبت میکنیم در موردش، من سعی میکنم خلاصه کنم. خب با تمام این کارهایی که کردن اقتصاد رو تونستن دوباره زنده کنن، خب ولی پیامدهای منفیش رو هم من میخواستم مطرح کنم.
به بهای این موفقیت اقتصادی به بهای سنگین صدمات سیاسی به ویژه از دیدگاه روند ساختمان سوسیالیسم و الگوی دولتی سوسیالیستی چیز کرد، پیش رفت. در واقع سیستم دیگه اصلا سیستم سوسیالیستی نبود، بلکه سرمایه‌داری دولتی بود. این الگو با کاری کرد به کمک کرد به رشد لایه نوپای سرمایه‌داران در کشور و دهقانان مرفه در بخش کشاورزی، تولید ترکیب صنعتی جامعه نسبت به دوران پیش از انقلاب پیش تغییر نکرده بود، ظرفیت تولید صنعتی جامعه از بین رفته بود، ثابت شده بود، ماشین‌آلات کهنه شده بود و تولید دیگه نمیتونه از اون فراتر بره. و در واقع از سال 1926 به بعد تولید شروع به سقوط کرده. در اینجا بود که حزب کمونیست، رهبری حزب کمونیست با یک مناظره جدی در رابطه اینکه به کدوم سمت باید بریم روبرو شد. نپ نشون داده بود که حرکت به سمت سوسیالیسم نیست و در واقع هیچ کاری در اون راسته نشد. در نتیجه یک مبارزه مناظره در سطح رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی پیش اومد که سه جهتگیری عمده در اون پیشنهاد شده بود. یکی تکیه بر اقتصاد کشاورزی به قیمت صنعت، چون اقتصاد کشاورزی پایه اصلی اقتصاد روسیه بود در اون زمان. افزایش تولید کشاورزی، استفاده از ارزش اضافی و تولید اضافی کشاورزی برای وارد کردن ماشینالات صنعتی و صنعتی کردن کشور. یعنی چی؟ یعنی تکیه بر کشاورزی، بر چارچوب بازار، جمع کردن مازاد تولید، استفاده ازش برای واردات از کشورهای سرمایه‌داری برای تولید صنعتی. اقتصاد دروازه باز. گرایش چپ یعنی این یه رشد نامتعادل به نفع کشاورزی به قیمت صنعت بود. سمت مقابلش در سمت چپ رهبری حزب بحث مقابل بود که باید ما رشد نامتعادل صنعتی رو عمده بکنیم، خب کشاورزی رو فدای رشد صنعت بکنیم، باید این کار رو از اونجایی که امپریالیسم حاضر به کمک به ما نخواهد بود با تکیه بر منابع داخلی خودمون این کار رو انجام بدیم. حد مصرف رو به مینیمم برسونیم برای اینکه بشه سرمایه گذاری در بخش سنگین انجام بشه، صنایع مصرفی رو قربانی کنیم تا رشد سریع ایجاد بشه. این فرمول دقیقا اون فرمولی که مارکس در بخش آ و ب در کتاب کپیتال مطرح می‌کنه. یه بخش سانتر هم وجود داشت که بوخارین در واقع حمایت کنندش بود که نه، ما قربانی کردن هر سم دوباره به ما رو به بحران میرسونه، باید متعادل پیش بریم، باید با تکیه بر بازار پیش بریم، آهسته پیش بریم تا پیش بره قضیه و به بحران روبرو نشه. این هم متکی بر اقتصاد بازار و واردات از غرب بود. در واقع اولین بار رهبری حزب کمونیست خط راست رو قبول کرد، پیشنهاد خط راست رو قبول کرد، تکیه بر کشاورزی، بازار آزاد، واردات. اما همونطور که همه میدونیم یک چیز وضعیت رو به طور کلی تغییر داد و اون رشد فاشیسم و نازیسم در اروپا، افزایش خطر حمله آلمان نازی به روسیه از سال 28 یواش یواش داشت قدرت میگیره و پیشبینی این که از طرف استالین که 10 سال وقت داریم که کشور رو برسونیم به جایی که بتونه صنعتی بشه و از خودش دفاع کنه، در غیر این صورت ما رو نابود خواهند کرد و همینطور هم شد. بر اساس این بینش، بر اساس این توجه به وضعیت خارجی، برنامه‌ای که استالین پیش گذاشت همون برنامه چپ جناح چپ حزب کمونیست بود: رشد سریع صنعتی جامعه به قیمت قربانی کردن مصرف، به قیمت قربانی کردن کشاورزی، تکیه بر منابع داخلی،
و رسوندن کشور در عرض 10 سال به جایی که بتونه سرپای خودش بایسته. این فرمول اساسی هدف این برنامه بود. دوباره من سریع میرم روی لیست چیزایی که مطرح کردن: برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی، کنترل کامل دولت بر روند تولید، کاهش شدید سطح مصرف اجتماعی، کنترل کامل دولت بر روند تولید، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها، انتقال کامل مازاد تولید بخش کشاورزی بخش صنعتی، انباشت سریع سرمایه در بخش صنعتی، تکیه بر رشد صنایع سنگین در مقابل صنایع سبک و مصرفی، انتقال سریع نیروی کار از روستاها و مزارع به شهرها و کارخانه ها، با سواد کردن سریع و آموزش فنی نیروی کار جامعه، استفاده از اشل دستمزد و آموزش مجانی، تضمین رشد اقتصادی با تکیه بر منابع داخلی به جای وابستگی به تجارت خارجی، پیروی جدی از اصل هر کس به تناسب توانش به هر کس به تناسب کارش. یعنی برای اولین باره که بعد از 10-12 سال انقلاب اکتبر گام اول رو در راه ساختمان سوسیالیسم برمی‌داره. و این همه این موازین اتخاذ شده دقیقاً در انطباق با فرمول‌های مارکس در رابطه با رشد سوسیالیست است. من نمی‌خوام باز دوباره برم توی دستاوردها و چیزها، ولی دولت اتحاد شوروی در دو روند در واقع، یک بار از 1928 تا 1928 تا 1940 به این هدف رسید. جنگ جهانی دوم دوباره شوروی رو نابود کرد، 25 میلیون کشته براش ایجاد کرد، صنایعش رو نابود کرد، 130 هزار ده و شهرش رو نابود کرد. دوباره روند رو از سال 1945 شروع کردن تا 55 با نرخ رشد 11% در سال به طور متوسط، رسوندنش به همون جایی که در سال 40 بود. ولی خب طبیعیه اینا به قیمت قربانی کردن یک سری چیزا تونستن بهش برسن. تا تاثیر خطر خارجی مجبور شدن با این سرعت برن جلو. قربانی هایی داشت. مشکل کولاک ها و دهخانان یکی از اونا بود. حالا چه زیاد روی هایی شد نشد من وارد بحثش نمیخوام بشم. ولی شکاف ایجاد کرد بین طبقه کارگر و دهخانان، بین دولت سوسیالیستی و دهخانان کشور. مصرف حداقل شده بود. صنایع مصرفی در حداقل کیفیت کمیت بودن. تکنولوژی فقط در عرصه نظامی دفاعی پیش رفته بود. مردم با دشواری های سنگین رو بودن و شکاف طبقاتی افزایش پیدا کرد بین شهر و روستا. شکاف درآمد، مسئله حقوق، هر چیزی. درآمد یک کار دهخان عضو کلکتیو کشاورزی 1/10 تا 1/15 درآمد یک کارگر در شهر بود. اینا چیزهایی بود که باش مواجه بودن. خب وقتی دهخان درآمد نداره که چیز بخره، صنعت که صنعت هم اونجا مصرفی هم رونق نخواهد پیدا نخواهد کرد. این بود که اینها مجبور شدن بعد از این یه الگو به نتیجه رسید با پیروزی چشمگیر، گفتن حالا باید اون کمبودها رو جبران کنیم. اینجاست که مشکلات شروع میشه. در دوران خروشچف از سال 55 تا 61 الگوی رشد سریع مصرف پیاده شد. هدف غلط نبود، پیاده کردن غلط بود. ببینید، شما وقتی میخواید مصرف رو افزایش بدید، باید علاوه بر افزایش قدرت خرید، تولید رو هم بتونید بالا ببرید به همون سرعت. صنایع مصرفی برای مدت 20 سال چقدر عقب مونده بود. من وارد آمار نمیخوام بشم که مشکلات چه چیزایی. شما این کار رو اگر فقط یک جانبه به خاطر برابر کردن دستمزدها، به خاطر آوردن سطح پایین دستمزد در بخش کشاورزی به حد کارگری و حد کارگری رو بالا بردن برای ایجاد رفاه، اگر فقط این بخش قضیه رو به پیش ببرید، چه کار کردید؟ تقاضای عظیمی برای کالاهای مصرفی ایجاد کردید
بدون اینکه اون کالاها در بازار وجود داشته باشه ونز کافی که خونسا بکنه این قدرت خرید اضافی رو. کار به کجا رسید؟ قیمت ها که تحت کنترل دولت بود، یعنی اینطوری نبود که باز بازار حذف کنه تقاضا، تقاضا سر جاش محکم بود. کار به کجا رسید؟ به اینجایی که دست پیدا کردن به تعداد محدود کالاهای مصرفی فقط از طریق رشوه دهی، فساد دولتی و غیره ممکن میشد. بوروکراسی دولتی شروع کرد کنترل رو دست گرفتن، فاسد شدن، رشوه گرفتن، بازار سیاه ایجاد شدن در سیستم اقتصادی. این اولین جایی بود که اشتباهات ذهنی حزب شروع کرد مسئله رو مشکل ایجاد کردن. تا اینجا شو در رابطه با مشکلات عینی و فشارهای عینی عکس العمل نشان داده بودن. از اینجا به بعد مسئله ذهنی شد و به عملکرد حزب مربوط شد. این کار باعث شد کار، خب شما حقوق اضافه رو میدید، طرف هیچی نداره بخره، چیکار میکنه؟ درجه پسندازها، پسندازهای کارگرا در بانک از 10-12 روبل در ماه رسید به 300 روبل در ماه. پول رو کارش نمیتونستن بکنن. خب وقتی شما با این پول اضافه نمیتونید زندگی خودتون رو بهتر کنید، انگیزتون برای کار بهتر و بیشتر چیه؟ تولید شروع کرد به سقوط کردن، انگیزه کار سقوط افت کرد. دولت شوروی که 14 در حد تمام دوران رشد سریع صنعتی نرخ 11-14% رشد رو در انجام داده بود، این رو شروع کرد سقوط به 6% یا تدریج بعدها در فازهای بعدی به 3%. خب سیستم سرمایه‌داری با 3% میتونه زندگی کنه، برای اینکه دولتش هیچ تعهدی به هیچ کس نداره. دولت سوسیالیستی با این رشد احتیاج داره برای اینکه بتونه بخش کمونیستی جامعه رو تقویت کنه، خدمات رایگان رو ارائه کنه. وقتی اینو شما از دولت سوسیالیستی بگیرید، خب معلومه که با بحران روبرو میشه. در این حال نمیشه فراموش کرد این کار باعث شد که سطح رفاه به حدی بره بالا. از یه طرف دولت شوروی توانسته بود برابری نظامی رو برقرار بکنه با غرب، یعنی یک مقداری هم به رفقا این حس و داد که دیگه سوسیالیسم داره وارد مرحله پیشرفته میشه، مسئله مصرف هم حل کردیم. در زمان خروشچف در واقع الگوی مصرفی غرب مطرح شد، یعنی به جای افزایش مصرف اجتماعی در سطح جامعه، بهداشت، به آموزش، فلان این حرفا، رفت سوی مصرف خانگی طبق الگوی غربی. یعنی بخشی از منابعی که میرفت پای گسترش بخش کمونیستی جامعه مجدداً برگشت به سمت مصرف خانگی. خب تمام اینها مشکل زا بود و مهمترین عاملش، یعنی پیامدش، سقوط تدریجی رشد تولید در جامعه، رشد اقتصادی. و هرچه این تولید سطحش پایین تر می آمد، توان دولت سوسیالیستی برای پاسخگویی به نیازهای رایگان جامعه کاهش پیدا می کند. اما این خوشبینی ایجاد شده در سطح جهانی با انقلاباتی که داشت اتفاق می افتد، تمام این حرفا رفقا رو به این نتیجه رسوند که دیگه با این کار که مسئله مصرف هم مطرح که حل کردیم، رسیدیم به جایی که به مرحله سوسیالیسم پیشرفته است. اعلام کردن کنگره 22 حزب که تز کلن تز سوسیالیسم، الگوی سوسیالیسم پیشرفته رو به پیش کشید، اعلام کردن که سوسیالیسم به طور قاطع پیروز و بازگشت ناپذیر شده است، که بحران سرمایه‌داری جبهه سوسیالیسم رو تعیین کننده تر از جبهه امپریالیستی در جهان کرده است.
که ما وارد مرحله پیشرفته سوسیالیسم و در آستانه ساختمان کمونیسم هستیم. خب رفقات، یک هم چیزی مسئله ذهنی نیست. شما با یک تصمیم سیاسی در کنگره نمیتونید راجع حرکت به سمت کمونیسم و سوسیالیسم پیشرفته یک چیز عینی زیربنای اقتصادیه. این با یک تصمیم سیاسی ایجاد نمیشه. خب با این کار چه کردن؟ اگر فقط ادعا بود کافی بود، ولی از اونجایی که وارد مرحله فاز کمونیستی شدن، معیارهای حاکم بر اقتصاد تغییر کرد، داده شد. یک، گفته شد دولت شوروی دولت همه خلقی است، نه دولت کارگری. این فاز کمونیستی است. گفته شد حزب کمونیست اتحاد شوروی حزب پرولتاری نیست، حزب همه خلقی است. درهای عضویت به روی حزب باز شد. معیاری که گذاشته شد در عضویت به جای یک حزب کارگری تبدیل شد به اینکه هر کس برای ساختمان کمونیسم کار میکند میتواند عضو حزب کمونیست شود. در یک جامعه که همه در استخدام دولت سوسیالیستی هستند، از بوروکراتش و دهقانش و کارگرش، همشون دارن در جهت ساختمان سوسیالیسم کار میکنن، معیار دیگه چی میمونه؟ در باز شد برای ورود هجومی لایه‌های بوروکراتیک دولتی به درون حزب، برای اینکه عضویت در حزب میتونه باعث رشد مقامی بشه، میتونه تو رو در موقعیت استراتژیک بهتری بذاره برای جمع‌آوری ثروت. عضویت در حزب کمونیست اتحاد شوروی در عرض 10-12 سال از 6 میلیون به 19 میلیون رسید. اینا کارگران بودن؟ نه. کارگران که 57% جامعه رو تشکیل میدادن، کارگران و دهقانان، فقط 20% اعضای حزب کمونیست بودن. برعکس بوروکراسی و روشنفکران و غیره که تنها 20% جمعیت رو تشکیل میدادن، 57% اعضای حزب کمونیست و اکثریت رهبریش تشکیل میداد در این فاز. بعد از این روند نتیجه چه شد؟ معیار انگیزه مادی برای افزایش بیشتر تبدیل شد به انگیزه معنوی، احساس مسئولیت در مقابل کمونیسم، ذهنگری های از این قبیل که باز هم انگیزه کار بیشتر رو کشت. رشد اقتصادی تا 3% سقوط کرد که دیگه وضعیت رو غیر ممکن میکرد. تو این فاز بود که بوروکراسی دولتی که و اکنون وارد حزب شده بود، حزب قبضه کرد از طریق کانال گورباچف و کار رو به یک فروپاشی نهایی قضیه. من دیگه وارد، چون وقت گرفته شده، دیگه وارد جزئیات این پروسه نمیشم، چون همه میدونن. کمیته مرکزی کنار گذاشته شد، شوراهای جداگانه از کمیته مرکزی برقرار شد، برنامه ریزی ها جدا از حزب کمونیست ایجاد شد و کار به جای رسیدی که برای اینکه کار رو به اونجا بازگشت کامل سرمایه‌داری برسونن، حتی مجلس رو بمباران کردن و حزب کمونیست رو هم پیدا کردن. و این اون چیزیه که ما باش روبرو هستیم. حال دوستانی که میگن مارکسیسم لنینیسم با شکست برای بی‌اعتبار شده، الگوهای شوروی غلط بوده، فلان حرفو، یک بار دیگه این وقایع رو روبرو کنم، بررسی کنم و ببینم آیا راه درستی دنبال ایدئولوژی زدایی رفتن راه درستیه واقعا، در خدمت کی قرار میگیرم. من اینجا میبندم، با باز عذر میخوام از طولانی شدن، ولی من در حدود 15 صفحه یادداشت جلوم گذاشتم اینجا برای صحبت و مسائل بسیار بغرنجه. در نتیجه بحثو همینجا خاتمه میدم. آمادم هر سوالی و انتقادی هست. ممنون از شما آقای آزاد. ما هم مشتاقانه مشتاقیم که 15 صفحه شما رو هم بشنویم. رفقای عزیز، رفقایی که مایلن صحبت بکنن یا پرسشی دارن میتونن نوبت بگیرن و پرسششون رو از آقای آزاد یا نظرشون رو بگن.
من وقت میگیرم. خب دارشان شما اجازه بدین ملیحه روغیه. خب مرسی. ولی دارشان حق تقدم با خانم هاست، به همین دلیل من فعلا نوبت رو میدم به رفیقمون فران. فران جان شما بفرمایید. خواهش میکنم آقای مرجای عزیز سلام، نوبت شما رو هم محفوظ نوشتم. فران جان بفرمایید. خب من سلام میکنم به همه عزیزان و تشکر میکنم از بهمن. حالا گفتی خانم ها، مثل اینکه مدی از قبل از من نوبت گرفت بود، نه اینا یا سن منو رعایت کردی؟ الان فرقی نمی کنه الان که میکروفون گرفتی ما. باشه خیلی خوب. من بهمن عزیز یه سوال داشتم، یعنی در حقیقت میخواستم پاسخی به این سوال تاریخی از شما بگیرم که با توجه به اون صحبتی که گفتید و خب میدونیم که مارکس این رو تأکید کرده بود که سوسیالیسم در کشور پیشرفته سرمایه‌داری صورت خواهد گرفت، بعدها بعد از فروپاشی این مسئله خیلی مطرح شد میان چپ ها که در حقیقت این وولونتاریسم یا اراده شما بسته شد نیست، یعنی بابا صدا هست؟ بله صدا ندارم. صدا هست؟ خب بله الان هست. ادامه بدم؟ بله بله خواهش میکنم. همین میخواستم بگم که این صحبتی که مطرح شد بعدا که در حقیقت لینین اراده‌گرایانه در یک کشور عقب مانده به اصطلاح اون زمان خواسته که پیشرفته ترین تئوری ها رو پیاده بکنه و این بر به اصطلاح پیراهنی بوده که بر تن این رنجور این جامعه نمی برازیده و این در حقیقت به یک نوع اراده‌گرایی تعبیر شد که میخواستم ببینم که پاسخ به این چی هست. یعنی رفیق بهمن توی به اصطلاح مطالعاتشون که با تکیه بر اینکه این تئوری یک تئوری علمی هست چه پاسخی دارن به این صحبتایی که شد و بر اساس این هم در حقیقت لنینیسم کنار گذاشته شد از بخش بزرگی از چپ حداقل ایران. من عذر میخوام سوال میکنم، میخواین که به سوالات همه یک جا جواب بدم یا یکی دوتا یکی دوتا یا تک تک؟ این انتخاب با شماست آقای آزاد. مایلید دو سه نفر پرسش میکنن، دو نفر هر دو نفر رو پاسخ بدید یا یک به یک؟ میتونین هر دو نفر رو، دو نفر اول بعد دو نفر دوم، موافق هستید؟ هر جوری که رئیس جلسه تصمیم بگیره. خواهش میکنم. دو نفر و هر دو نفر بعد از هر دو نفر شما میتونین پاسخ بدید. ملیحه جان بفرمایید. ملیحه سلام مجدد و خسته نباشید. آقای آزاد من شما به نکاتی اشاره کردید که اول صحبتتون به عنوان مقدمه که یه جوری باعث دلگرمیه، ما نیاز داریم به شنیدن یعنی صحبتها و گفتن این صحبتها به هم دیگه. به هر حال اشاره کردید به اون موج ناامیدی و رکود و خمودی که به وجود اومد بعد از مسئله اتحاد شوروی. موضوع اینه که ما باید بتونیم در پاسخ ایراداتی که گرفته میشه به اصطلاح مسائل مشخصی رو مطرح بکنیم. شما مرادفی رو که ضربه زدن یک دو سه یا چندین به این به مسئله پیشرفت سوسیالیسم و انحراف سوسیالیسم در شوروی اسم بردید، خب یک اینا رو در یک جلسه و در یک برخورد با یه سوال کلی شکست، شما میگین چرا میگن شکست؟ اتحاد شوروی از بین رفت. شکست یعنی اینکه اتحاد شوروی رفت و گرفتار جهان یک قطبی شدیم و همه اون بلایایی که سر جهان اومد و شما شمایید. پس شکست بوده، شکست هست.
حالا الگوی فران یک اشاره ای کرد، این که الگوی لنینی انقلاب مارکسیستی شکست خورده رو اولا شما چرا باهاش مخالفین؟ من خودم هم اینجا خیلی ابهام دارم، یعنی در میبینیم که در نامه‌ای که ورازاسولیش به مارکس مینویسه در سوال میکنه اصلا در مورد اینکه خب در کشور ما الان شرایط اینجوریه، جامعه دهقانیه، و پاسخی که مارکس میده این نیست که نه شما اجازه ندارین، حق ندارین یا نمیشه، میگه شاید از اینجا، کما اینکه مارکس در جایی هم اشاره میکنه که کارگران هم در یک کشورهای پیشرفته حتی ممکنه از طریق انتخابات به قدرت برسن، اونجا هم با ورازاسولیش و با اون چه که در روسیه میگذره به معنای پیش رفتن در مسیر انقلاب مخالفت نمی کنه. ولی به ما میتونن یک صدا بگن انقلاب اکتبر شکست خورد، این ما نمیتونیم بگیم نه. خب الگوی لنینی حداقل شکست خورد، نحوه پیاده کردن شکست خورد. خب این نحوه پیاده کردن یک نقطه و دو نقطه نداره، خودتون ببخشید که طولانی شد، خودتون توضیح دادید موارد مختلفی رو که هر حال شاید مهمترین نکتش در رویاروی هم قرار دادن کارگران و دهقانان بود. شما اگه بخوان یه جواب به اصطلاح متقنی به کسانی که این پرسش رو یا این به اصطلاح این شکست رو به عنوان یک ضعف مطرح میکنن، شما بخواین پاسخی بدین، نمیتونین بگین شکست نخورده، انقلاب اکتبر شکست خورد. دلیل اون رو اون وقت شما این مسائل رو عنوان میکنید به ترتیب، یعنی اون مدلی که ممکن بود، اون نحوهی که ممکن بود انقلاب اکتبر در روسیه با اون 3% جمعیت کارگری و اون انبوه روستایی به پیروزی برسه، اون چیه از نگاه شما؟ مرسی جان. بله بفرمایید، شما خواهش میکنم. من فکر کنم هر دو سوال تا حدی به هم مربوطه، یعنی یک سوال در واقع. ببین از نظر ما مارکسیستا همه واقعیت مادی همیشه حاکم است بر عوامل ذهنی. از این زاویه اگر نگاه کنید به هر علمی، واقعیات و فاکت ها همیشه سیر رشد تئوری ها رو تعیین کرد، برعکس نبود، این تئوری نبوده که واقعیت تعریف تعیین کرده، این واقعیات ها و رویدادهای واقعی بودن که تئوری ها رو تکمیل کردن، رو به جلو بردن. شما فقط نگاه کنید به آنچه که در فیزیک و دینامیک و غیره اتفاق افتاده. ما از تئوری فیزیک، سیستم فیزیک نیوتونی شروع کردیم، به نسبیت اینشتین رسیدیم، به کوانتوم. خب هر کدوم از اینا بر اساس اون دیگری، منتها بر اساس واقعیات، رویدادها، چیزهایی رو که قابل توضیح نبوده، خودشون رو تکمیل کردن و بودن جلو. ما نمیتونیم اینطوری جذبگرایی کنیم بگیم چون مارکس اینو گفته پس بنابراین همه تاریخ سب کنه تا به اونجا برسیم. بحث لنین یکیش این بود، بحثی که با اکونومیزم داشت این بود که شما قضیه رو از نقش عنصر آگاه در روند تاریخی دارید میگذرید، حذف میکنید و واگذارش میکنید که اقتصاد خودش رو برسونه به اونجا در چارچوب سرمایه داری. اگر میشود این کار رو کرد، چرا نباید کرد؟ انقلاب اکتبر دقیقاً پیروزیش در مقطع انقلاب ناشی از این درک لنین بود. اگر به معنای صحبت اکونومیست‌ها یا پیشنهاد مارکس می‌رفتیم جلو، باید روسیه می‌بود، همچنان روسیه تزاری. همونجوری می‌موندیم تا دنیا به اندازه کافی تغییر کنه که ما به اون سمت بریم. خب وقتی عنصر آگاه میبینه میتونه این تغییر ایجاد بده، بکنه چرا نکنه؟ با پیروزی همین کارو کرد.
این عنصر آگاه ترکیب جهان را عوض کرد. تا بعد از جنگ جهانی دوم کار به جای رسید که یک سوم بشریت زیر سیستم سوسیالیستی زندگی می‌کرد. آیا این شکست بود؟ نه. انقلاب اکتبر شکست خورد؟ نه. پروژه در روسیه شکست خورد. من نگفتم انقلاب شکست نخورده. من گفتم دلایل شکست انقلاب اینهایی نیست که ادعا میشه. شکست مارکسیسم نیست. شکست الگوها نیست. من الگوها رو نتونستم جز همه رو بشکافم. ولی همه شون در هدفی که گذاشته بودن پیروز شدن. هیچ کدومشون با شکست روبرو نشدن. حتی گورباچف در الگویی که گذاشت پیروز شد. چون هدفش برچیدن سوسیالیسم. بنابراین این الگوها نبودن که شکست خوردن. این عدم اجرای علمی الگوها بود که شکست خورد. یعنی چه؟ تخلف از مارکسیسم لنینیسم بود که کار را به شکست رسوند. نه ادامه ی الگوی مارکسیسم. و صادقانه بگم این الگوی لنینی که شما میگید فقط توجه به الگوی پیش سوسیالیستی مرحله شورویه، جایی که هنوز مسئله برپایی سوسیالیسم و استقرار سوسیالیسم برپا نبوده. هدف دفاع از حاکمیت و موجودیت سوسیالیسم بوده. اونجا بوده که لنین این الگوها رو پیشنهاد کرده و در این حال خودش هم همشو پس گرفته. در مورد هر دوش گفته موقت بوده و عقب نشینی بوده. خب شما اگه این کارو بکنید در همین قرن 21 هم باید بگید که وقتی کوبا در بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دروازه‌هاش رو وا کرد به روی توریسم و تمام این حرفا و فحشا به وجود اومد و فلان این حرفا، اینم بخشی از الگوی سوسیالیسم کوباست. نه اینطور نبوده. الگوی سوسیالیستی واقعی به معنای واقعی مارکسیسم‌لنینیست از 1928 تا 1955 بوده. واقعیش. قبلش مسئله به اونجا نرسیده بوده، بعدش بر اساس اشتباهات از اون الگو دور شد و کار به اینجا رسید. این بحثی است که من دارم میکنم. در نتیجه بحث من اینه که حکم کلی صادر کردن که مارکسیسم لنینیسم اعتبارش از دست داده، ایدئولوژی دیگه به درد نمیخوره، الگوهای مارکسیسم لنینیستی دیگه به درد نمیخوره. ببینید کشورهایی که هنوز سوسیالیست باقی موندن کیا هستن؟ اونایی هم که هنوز از الگوی مارکسیسم لنینیستی پیروی میکنن. در نتیجه به نظر من این تئوری نیست که واقعیت رو تعیین میکنه. تئوریمون رو مجبوریم در هر مقطعی تنظیم کنیم با واقعیت، همونطور که لنین در مرحله امپریالیسم کار کرد. حالا هم اگر لازمه شاید ما باید وضعیت رو دوباره بررسی کنیم ببینیم در آیا در مرحله فراتر از امپریالیسم هستیم و در اون مورد تئوریامون باز دقیق‌تر بکنیم. ولی این به معنای رد گذشته نیست، به معنای تکمیل گذشته است. می‌بخشید. خواهش میکنم. مرسی داریوش جان هستین رفیق داریوش. بله آره، من دو تا سوال داشتم. یه سوالم اینه که نقش تحمیل هزینه نظامی به شوروی در پیشبرد ساختمان سوسیالیسم چه بود؟ یکی این سواله. سوال دیگه، برخی در اساس میگن که اون چیزی که در شوروی گذشت اصلا سوسیالیسم نبود، سوسیالیسم نبود. میخواستم شما یه تعریفی از سوسیالیسم ارائه بدید در اون کسایی که مثلا میگن که شوروی سوسیالیست نبود. من به همین جور سوال بسنده میکنم. مرسی داروشان. آقای مرجای عزیز، میکروفون خدمت شما هستید. سلام. سلام عزیز. من از سخنرانی خیلی استفاده کردم و لذت بردم و خیلی غنی بود. حتما باید کتاب رو تهیه کنیم، کتاب آقای آزاد و جزئیاتش رو مطالعه کنیم. دو نکته. این که شما دوره‌های مختلف رو خوب ترسیم کردید، دوره سوسیالیسم جنگی، بعد دوره بعد که از 26 شروع میشه با
سه تا جهتگیری هست که جهت چپ پیروز میشه، تکیه روی تراکم صنعتی به قیمت کشاورزی به قیمت مصرف. آیا شما اینا رو توصیف کردید یا استنباط کنیم؟ یه قضاوتی هم داشتید که دوره استالین اینو، شما فکر کنید این دوره سازنده بود. اگر اینو استنباط بکنیم در همین پاسخی که الان دادید، یعنی من تا این پاسخ به این سوال فکر میکردم شما بی‌طرفید، ولی الان گفتید که بعد از خروشچف مشکلی شد. اگر دوره 26 تا 52 53 که خوش، اگر این ضعف‌هایی نداشت، پس شرایط عینی و ذهنی آماده نمی‌شد که خروشچف بیاد اون تغییرات، حالا اصلاحات نگیم چون ما نمی‌خوایم چیزای قضاوتی مثبت روش بذاریم. پس آیا نقاط ضعفی داشت که باید از اون درس‌های گرفت از اون دوره صنعتی شدن سریع؟ یک. دو، نقدی فکر کنم داشتید از سال 60 به بعد برای اینکه، سوال من اینه که در سال 60 به بعد یا قبل از 60، 57 58 شما گفتید درهای حزب باز شد، چون گفتن دوره کمونیسم هست و الان دیگه درها باید باز بشه برای هر کسی که میتونه به ساختمان کمک بکنه، روشنفکران، کارمندان، بروکرات ها حکومت رو گرفتن. آیا در این مقطعی که این صورت گرفت یا قبلا هم حزب آیا فقط پرولتاریا بود همچین ترکیبی داشت؟ این یه سوال. ولی این مقطع خروشچف که میگی سال 60، یه عامل دیگه ای هم میاره که شبیه سوال آقای داریوشه. در 60 و اینا یه نقدی از طرف چین ایجاد میشه که ما ازش حمایت نمی کنیم، ولی یه آگاهی میده و اون اینه که این بیشتر شما به دینامیزم داخلی اینترنال داینامیک پرداختید، دینامیزم خارجی اینه که نقدی اومد که شوروی یه هژمونی روی جنبش‌های کارگری جهانی داره ایجاد میکنه و مسئله استقلال رو بهش به اون بنظر کافی اهمیت نمیده و مسئله های استقلال و شرایط خاص هر جامعه رو بهش نمیپردازه و این داره یکمی هژمونی ایجاد میکنه و هژمونی حالت امپریالیستی داره. تو من از این دفاع نمیکنم، ولی این انتقاد مطرح شد. ولی ادامه خط خب سه جهانی ماویز خب خیلی بد بود دیگه، اون به انحراف کشیده شد و حمایت از امپریالیسم در مقابل شوروی. ولی آیا این هم میشه یه نقدی داشت که از زمان خروشچف که رابطه با چین بد شد و اینها، اون هم یک موضوع دیگه بود؟ تشکر. ممنون از شما آقای مرجعی. بفرمایید آقای آزاد. سوالای بسیار مهم و تعیین کننده ای هستن همشون. من فکر کنم امیدوارم بتونم جواب بدم به طور درست. اولا سوال رفیقم داریوش در مورد هزینه نظامی، تأثیرش برای سوسیالیسم. ببینید، من قصد داشتم تو صحبتام که زیادم دراز شد این مسئله رو باز کنم. گفتم بهتون که مسئله پیشرفت سوسیالیسم به سمت کمونیسم یه مسئله ذهنی سیاسی نیست که یکی بیاد یک کنگره بذاره بگه ما وارد این مرحله شدیم. یه مرحله عینیه، به وجود ماهیت اقتصادی داره، همونطور که خود مارکس مطرح کرد. ببینید، من اینو ببخشید خود طولانی میشه، ولی این مثال ضروریه. درآمد یک کارگر در یک کشور سوسیالیستی، در یک حکومت سوسیالیستی، فقط از کارش، درسته؟ یعنی اینکه هیچ منبع درآمد دیگری به صورت سود، به عنوان بهره، به عنوان اجاره کسی نمیتونه از کسی بگیره. خب فقط هر کسی به اندازه کارش دریافت میکنه. خب اگر این رو بپذیریم، چجوری میشه به سمت جامعه کمونیستی رفت؟ خب وقتی انقلاب شد، دولت عقب مانده روسیه چیزی نداشت که به طور مجانی در اختیار کسی بذاره. شرط پیشرفت این کار چی بود؟ گسترش، افزایش سریع بازدهی کار، ایجاد مازاد تولید برای فراتر از نیاز، استفاده از مازاد تولید و ارزش اضافه ایجاد شده برای تأمین رایگان نیازهای جامعه. خب یعنی یهو میبینید که جامعه به دو بخش، یعنی سیستم اقتصادی به دو بخش تقسیم میشه. یه بخشش بخش تولیده
ارزش توش، تولید کالا، تولید محصوله. یه بخشش بخش کمونیستی جامعه است که همزاد اون روند تولیده، که مازاد بخش تولید منتقل میشه به صندوق عمومی دولت و صرف ارائه خدمات رایگان میشه. این دوتا رو هم با هم نباید قاطی کرد، چون ببخشید من تازگی را یک کتاب در مورد چگوارا خوندم در مورد برنامه اقتصادیش، دقیقا همین اشتباه کرده بود که تبدیل کرده بود بخش کمونیستی رو در داخل بخش خود تولید سوسیالیستی. بخش سوسیالیستی اون بخش کمونیستی جامعه نیست، بخش کمونیستی به موازات رشد سوسیالیسم رشد میکنه. مثلا اگر یک کارگر 100 روبل در ماه دریافت میکرد، در ابتدای انقلاب اکتبر هیچ چیزی به صورت رایگان نمیگرفت. بعد از 3 سال از پیشبرد برنامه سوسیالیستی و بالا رفتن بازده تولید و ایجاد تولید مازاد، فرض کنید تحصیلش مجانی میشود تا 6 کلاس، یا بهداشتش تا این برای دیدن دکتر نمتخصص مثلا مجانی میشود، مثلا میگم. خب تا اونجاش دولت سوسیالیستی میتونست به صورت کمونیستی ارائه بده، که منتظر بود از مقدار کاری که این کارگر میکرد، برای همه به طور یکسان بود جدا از میزان کاری که میکنه. خب رشد جامعه سوسیالیستی، اگر یه بهایی برای این خدمات رایگان قائل شیم، مثلا بگیم 50 روبل ارزش داشتیم، یک کارگر کل درآمدش از جامعه سوسیالیستی میشد 100 روبل حقوقش، 50 روبل خدمات کمونیستی مجانی. وقتی سوسیالیسم به همین ترتیب پیش میره، به حجم این صندوق کمونیستی اضافه میشه، سهم حقوقش در کل درآمدش کاهش پیدا میکنه. یعنی سال دهم 500 روبل خدمات مجانی میگیره به جای، در حالی که حقوقش همون 100 روبله. سال 20 1000 روبل خدمات مجانی دریافت میکنه در مقابل 100 روبل حقوق، و همینطور میره بالا تا جایی که دیگه اون تفاوت حقوقی در اشل تولید هیچ نقشی در اون بخش کمونیستی و ارزشی که دریافت میکنه تعیین کننده ای، نقش تعیین کننده ای نداره. چه میشه؟ جامعه داره به صورت به سمت برابری کمونیستی میره، در حالی که بخش سوسیالیستی باید همچنان بر اساس حداکثر راندمان تولید، حداکثر استقرار مازاد تولید عمل کنه که بتونه اون بخش رو بزرگ کنه. حال اگر بخش سوسیالیستی این کارو بکنه ولی نصفی از درآمد صندوق عمومی صرف موشک سازی بشه بره جای دیگه، آیا این حرکت جامعه به سمت کمونیسم مخل نمیکنه؟ مسلم که میکنه. هدف امپریالیسم از ایجاد رقابت تسلیحاتی همین بود. اینو من در کتاب نقل قولهای اینها را از رهبران جنبش امپریالیستی آمریکا آوردم، دولت امپریالیستی آمریکا، که چگونه میگه برای ما جنگ منبع درآمده، کمپانی های ما پول میسازن باش، برای دولت شوروی جنگ هزینه است. اگر ما بتونیم اینقدر بهش تحمیل کنیم که بخش اعظم صندوق عمومیش تبدیل بشه به خرج هزینه های نظامی، ما انقلابشون رو به شکست رسوندیم. در مسکو سرمایه‌داری برقرار خواهد شد. این عبارتشون مسلمه. سوسیالیسم فقط در صلح میتونه رشد کنه، امپریالیسم در جنگ. این واقعیت قضیه است. در مورد خروشچف و غیره، مشکلات الگوی چیز، ببینید دوستان، هر کدوم از این الگوها زیر محاصره امپریالیسم در عکس‌العمل به اهداف مرحله‌ای تعریف شده. هیچ کدومش به طور عام تعریف نشده که ما این الگو برای ساختمان سوسیالیسم به طور عام. نگاه کنید حتی الگوی استالینی، به قول معروف الگویی که من فکر میکنم، من به ابعاد سیاسی کار استالین کاری ندارم، هرچند موازه خودم در موردش دارم، در رابطه با ساختار اقتصادی یک دولت یا کشور سوسیالیستی،
اون الگو نزدیکترین و منطبقترین بر تئوری مارکسیسم‌لنینیسم در مورد ساختمان سوسیالیسم. منتها در این حال به خاطر سرعت در عمل که ناچار شدن در عکس‌العمل به خطر حمله فاشیسم انجام بدن، یک سری قربانی‌ها رو مجبور شدن تحمل کنن. این قربانی‌ها همون نقطه ضعف‌هایی بود که رفیقم بهش اشاره کرد. اگر باش نشسته بودن و کاری نمی‌کردن، اون وقت می‌شد انتقاد کرد بشون. ولی تصمیم گرفتن برن روی الگوی دیگه، بعد از اون جبران کنن. اگر درست عمل کرده بودن، این کار رو آندروپوف واقعا زیبا اومد تو صحنه. داشت میرفت که برگردونه با اون الگو و مسئله رو درست حل کنه. عمرش مجال نداد. ببخشید، به من خبر هست، اطلاعات هست که CIA میدونست آندروپوف مردنیه، برای اینکه ادرارش رو در سوئد در یک سفر در یک توالت به دست آورده بود تجزیه کرد. میدونستن این رفتنیه. شروع کردن ساختن گورباچوف زیر دست. تقویت گورباچوف، مجیزش رو گفتن. و این کارها رو کرد. اون بحران به شدت قابل حل بود. اگر سیاست آندروپوف تونسته بود پیاده بشه. منتها اون تغییراتی که در زمان سوسیالیسم پیشرفته ایجاد شد و درها باز شد به روی چیز، حزب نه اینکه رشد نداشت، ولی ترکیب پرولتاری حزب در مراحل اولیه خیلی به صورت جدی دنبال میشد. ولی در اون زمان، از اون زمان به بعد، با این تغییر معیار دیگه در باز شد. ترکیب طبقاتی حزب عوض شد و به ویژه رهبریش. شما وقتی 57% روشن فکر داری، 20% کارگر در حزب، این به تناسب به قول معروف مجذوری میره بالا. در کادر رهبری 10 برابر بیشتر از کارگری در جا میگیره و این تغییر ترکیب انجام شد و در اونجا بود که در واقع حزب مقهور بروکراسی دولتی شد. از اونجا به بعد، همونطور که رفیقون به درستی مطرح کردن، دولت روسیه زیر سلطه بروکراسی دولتی، اون هژمونی که شما میگید بر احزاب کارگری و بقیه ایجاد کرد، این حزب کمونیست نبود. حزب کمونیست خودش مقهور شده بود. دولت شوروی بود که در اون مقطع، دولت بروکراتیکی که ایجاد شده بود، این کارها رو میکرد. من هم به اون اعتقادات معتقدم. من خودم در جنبش جهانی کمونیستی خیلی فعال بودم، دیدم نمونه های اینا رو. اینطور بوده. حرف آخر حرف دولت شوروی بود در جنبش. ببخشید، این رو هم میگم، همبستگی انترناسیونالیست و احزاب تبدیل شده بود به همبستگی با دولت‌های سوسیالیستی و این پدیده نمی‌بایست پیش بیاد. حزب کمونیست در داخل سیستم سوسیالیستی ماهیت کارش با یک دولت سوسیالیستی متفاوته. مارکس گفته وظیفه هر دولتی در هر شیوه تولیدی حفظ روابط تولیدی موجوده. خب طبیعیه، در سیستم سوسیالیستی حفظ روابط تولیدی موجود یعنی روابط سوسیالیستی. وظیفه حزب چیه؟ به قول مارکس کمونیسم یعنی نفی وضعیت موجود، یعنی نفی وضعیت موجود در سطح برای ارتقایش به سطح بالاتر. شما وقتی این بروکراسی دولتی که هدفش حفظ وضعیت موجوده دست بالا رو میگیره راجع به یه حزبی که میخواد وضعیت تغییر بده، رو به جلو، رو به بالا، به سمت کمونیسم، منافع به قول معروف سنگری شده بوروکراتیک دولتی ما نمیشه. وظایف حزب خاطی شده بود با وظایف دولت، باید جدا میشه. ببینید، در مرحله رشد سریع صنعتی اجباری بود. کمونیست‌ها اینقدر زیاد نبودن که خودشون کنار وایسن حزبشون تو کار کنن، بقیه دولت دست یه کادر دیگه باشه. اونجا مجبور بودن آستینا رو بالا بزنن، هم تو حزب کار کنن هم توی دولت. ولی این تداخل باید در یک مقطعی از بین میرفت. استقلال دولت
و بالاتر بودن حزب از دولت باید یک جای دوباره برقرار میشه. و یه مقداری مشکلات بین‌المللی هم از همینجا به نظر من میشه. مرسی آقای آزاد. فکر کنم پاسخ پرسش ها رو دادید. بله من پرسش شما رو آقای نیکخوا دیدم، ولی چون شما نوشته بودید که برای پایان وقت، ولی من پرسش رو میخونم که آقای آزاد پاسخ بدن. آقای کیوان نیکخوا، آقای آزاد پرسششون اینه که آیا وظیفه، از ابتدا بخونم پرسش برای آخر سخنرانی، تغییر بنیادی جهان پس از برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در شوروی ایالات متحده از سال 1798 میلادی، عدد بعدی 469، نمیدونم 469 مداخله نظامی تا امروز داشته، بعد 51 مداخله آن از سال 1991 میلادی در سایه نظم نوین جهانی تا کنون بوده است طبق اسناد کنگره امریکا. آیا وظیفه عاجل منتج مقابله با سیاست جنگ افروزی امریکا در تمام عرصه‌های اجتماعی اقتصادی دفاع نظامی در کنار غالب ساختن دیپلماسی بر چالش نظامی بر روند مبارزه برای پیروزی سوسیالیسم تقدم ندارد و کدام جبهه وسیع را شامل شده و رهبری این جبهه امروز با کدام نیروها و کشورهاست؟ انتخاب تنش زدایی جهانی در نشست اخیر سمرقند آیا در این جهت نیست؟ این پرسش آقای کیوان نیکخواست. میکروفون خدمت شما آقای آزاد. خیلی ممنون آقای نیکخواست، شما در واقع جواب رو به صورت سوالتون دادید. من هم با شما معتقدم، موافقم. ببینید از سال 1991 تا تقریبا 6-7 ماه، یک سال پیش، نمیتونم تو رو ثابت بگم، برای اینکه از سال 2005-6 به بعد وضعیت تغییر کرد. امپریالیسم آمریکا قدر قدرت مطلق بوده و همه جنبش ها رو به بیراهه کشونده، انقلابات رو سرکوب کرده، دولت ها و استقلالشون رو از میان برده و تمام این حرف همه مشاهدش بودیم. یک قطبی شدن جهان این وضعیت رو ایجاد کرد، حتی اروپا رو مقهور خودش کرده و الان به نوچه خودش تبدیل کرده و گلوگاه اروپا رو هم گرفته، از نظر اقتصادی براش داره برنامه میشینه که به کدام سمت بره. خب یعنی در این تردیدی نیست که فروپاشی اتحاد شوروی در واقع عقبگردی بود که همه جهان هنوز داره بهاشو میپردازه. آمریکا میدونست، من در این کتاب نتیجه گیری کردم، که این دوره موقته، دوباره تغییر خواهد کرد، این دوامدار نخواهد بود. آمریکا با دانستن این که این دوره موقته کوشید با سرعت هرچی بیشتر یکی به یکی سنگرها رو بکوبه، به هر شکلی که میتونست، اقتصادی، نظامی، کودتای سیاسی، ترور، هرچی بگی. این تعادل یک جانبه با رشد چین به خطر افتاد. از سال 2007-8 چین دیگه به قدرتی تبدیل شد و سرعت رشدش به حدی رسید که تا سال 2004 اقتصادش 82-85% اقتصاد آمریکا خواهد به عنوان یک قدرت مستقل زیر سلطه حزب کمونیست. شروع کرد به چالش کشیدن این سلطه آمریکا، اول از نظر اقتصادی و الان به خاطر عکس العمل خود آمریکا عرصه داره به نظامی هم کشیده میشه. حالا راجع به ماهیت ترکیبی چین میشه صحبت ها کرد، من کاری ندارم به قضیه، ولی واقعیت اینه که الان زیر هدایت یک حزب کمونیست داره عمل میشه و برنامه ریزی های دولتی هم وجود داره، برنامه ریزی اقتصادی جدی هم وجود داره، اینطور نیست که فقط بازار حاکمه. برحال این تعادل به هم ریخت. از یک طرف آمریکا با چالش در خاورمیانه روبرو شد و
وقتی آمد که با ایران رو بکوبه، سوریه رو بکوبه، فلان این حرفا، روسیه هم وارد عرصه شد. روسیه هم وارد عرصه شد، تعادل نیروها رو در خاورمیانه از دست داد، برای که آمریکا برای این هدف حرکت میکرد که قبضه منابع نفت خاورمیانه سلطه قرن 21 رو تضمین میکنه. این مسئله به هم پاشید. روسیه شد یکی از اون شیاطینی که باید ترتیبش داد. برنامه در اوکراین هم پیاده شد. به طرف ناتو به طرف شرق شروع کرده بود، ولی دیگه اوکراین به فاز آخرش رسید. روسیه خط قرمزش کشید. بالاخره هم اقدام کرد. و وضعیت جدیدی در جهان ایجاد شد. تو این وضعیت جدید می‌بینیم در روند اقتصادی تحولات عظیم داره اتفاق می‌افته. کنترل دلار داره ساقط میشه. کنترل انحصاریش، شبکه‌های مالی جداگانه داره ایجاد میشه. چین داره این کارو میکنه، آمریکا داره، میگم روسیه داره این کارو میکنه. دولت‌های زیادی دارن بهش میپیوندن. آلبا به وجود اومده، شانگهای به وجود اومده، تمام این کانال خط ابریشم به وجود اومده، کانال کریدور شمال جنوب به وجود اومده. ونزوئلا و کوبا و خیره و زالک از این ور با جمهوری اسلامی و چین و نمیدونم بقیه دارن وارد تبادل میشن. جبهه داره الان، این جبهه مقاومت علیه سلطه یک جانبه امپریالیسم به سرعت تقویت میشه، به سرعت داره تقویت میشه و این جبهه بسیار رنگارنگه. به این معنا که همشون دولت‌های انقلابی نیستن، حتی سرکوبگرن، جمهوری اسلامی یکیش. خب ولی در عرصه بین‌المللی داره این جبهه تقویت میشه و تجربه 1991 تا کنون نشون داده، تا قبل از این دوران نشون داد که هیچ حرکتی در چارچوب صرفا ملی آمریکا اجازه نمیده به پیروزی برسه. شما نگاه کنید در عراق، در لیبی، همه این خیزش ها رو در مصر، خب دونه دونه رو ایجاد کردن، مردم ناراضی بودن، بلند شدن، آمریکا قبضه کرد و خفه کرد، درگل گذاشتون بشه. امروز خلقا دارن به این نجه میرسن که تنها توی یه جبهه واحد میشه جلو این قضیه وایسا، جدا از این که ماهیت این حکومت ها چی هست. تا جایی که در مقابل امپریالیسم هم توافق داریم، این پلتفرم اتحاده، میریم جلو. الان حکومت ها زیر پشتیبانی و حمایت چین، روسیه، نگاه کنید هند داره به وسط برمیگرده، برزیل داره به وسط برمیگرده، آمریکای لاتین داره به چپ میره. تمام این تغییرات بنیادی منتظر هارتر شدن آمریکا هم باید بود. یعنی این پروسه، پروسه خطرناکیه، خیلی حساب شده باید عمل بشه. ولی در این حال هیچ، به نظر من ارجحیت اصلی تقویت این جبهه متحد در سطح بین‌المللیه. مسائل دیگر رو باید در چارچوب این قضیه حل کرد، نه جدا از اون، نه حرکت ملی در چارچوب ملی کرد که این جبهه رو تضعیف کنه. حرکت هامون رو باید طوری تنظیم کنیم، نه اینکه مبارزه رو بذاریم کنار در چارچوب ملی. چارچوب حرکت رو در چارچوب ملی باید طوری تنظیم کنیم که تقویت کننده اون حرکت بین‌المللی باشه، نه تضعیف کنندش. اگر بتونیم این کار رو بکنیم، تونستیم خودمون رو پیروزه برسیم. در این حال این جهان چند قطبی هم تضمینی برای وجود عدالت اجتماعی دموکراسی در هیچ از این کشورها نیست. خواب خیال اونطوری هم نبندیم، چون بعضیا بت ساختن از جهان چند قطبی. جهان چند قطبی تنها در رو باز میکنه، همونطور که داریوش در مقطع اول مقدمش گفت، وجود این چند قطب فضای نفس کشیدن برای اون وسط میذاره. ما باید اول اون فضای نفس کشیدن رو ایجاد کنیم و بعدم شروع کنیم به نفس کشیدن خود. این اونجوریه. اگر این نفس کشیدن پیش از موقع بخوایم بکنیم، سرمون رو میکوبن، تهمون رو میکوبن، هیچی هم از همون باقی نمیزن. اینو باید حواسمون باشه. کاملا موافقم با آقای نیکان. مرسی، مرسی از شما آزاد. من البته پرسش ندارم، ولی شما وقت با اندریو رسیدین، من توی کتاب اگر اشتباه نکنم، الان حضور ذهن ندارم، متاسفانه سرماه خوردم، شما به چند نکته، 8 الی 10 نکته توی کتاب میارین که آندریوف این تغییرات رو یا دگرگون سازی فکر کنم از یه همچین واژه
اگر اشتباه نکنم استفاده شده که میخواستین تغییر تحولات رو به وجود بیاره. من فکر میکنم اگه شما اونا رو برمی‌شمارین برای ما شنونده‌ها فکر کنم خیلی بهتره. و برای من این روش این که گفتین CIA ادراریشون رو تست کردن جالب بود، چون جایی هم خونده بودم که 55 بار تلاش کرده بود که فیدل کاسترو رو بکشه. خوشبختانه ناموفق بود. صد بار. بله. بیشتر. دنا جان، داریوش وثوقی هم به نظرم میاد خیلی وقت دستش بالاست. ببخشید من داریوش مقدار حالا خوب نیست. متوجه نشدم. معذرت میخوام. خب من میکروفون رو میدم داریوشان هم سوالشون رو بپرسن و بعد میکروفون رو در اختیار آقای آزاد قرار میدیم. داریوشان من شرمنده، معذرت میخوام، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام خدمت همه دوستان و خصوصا آقای بهمن آزاد، خیلی استفاده کردم. آقای آزاد، من میخواستم یه مقدار از تجربه انقلاب چین صحبت کنم. ماو ستونگ وقتی که به هر صورت موقعی که در اونجا انقلاب کردن، مسئله زمین که شما دارین خیلی روش مسئله تو، یعنی مسئله دهقانان، اومد ملی کرد. یعنی در چین همین الان هم زمین رو خرید و فروش نمی کنند. آیا این مسئله رو من میخواستم به شما صحبت کنم ببینم که آیا در انقلاب روسیه، در انقلاب چیز، این مسئله تا چقدر قابل اجرا بود این مسئله. بعد یه مسئله دیگه که میخواستم صحبت کنم، ببینید وقتی که شما صحبت از دوران خروچف میکنید، ببینید اینا یک شبه پایه مادیه اون نیروهای سیاسی که تونستن قدرت رو در اتحاد در شوروی بگیرن، اینها آیا اونها این کمونیست هایی نبودن که توسط استالین کشته شدن و از بین بر رفتن؟ عملا حزب کمونیست روسیه از اون افرادی که به اصطلاح به عنوان کمونیست هایی که به هر صورت شرکت کرده بودن شرکت، و این عملا خودش یک پایه چیز نبود. بعد مسئله‌ای که می‌خواستم بگم، وقتی که خروشوف و در به اصطلاح کنگره 20 اینا مطرح کردن مسئله دتانت، به اصطلاح همزیستی مسالمت‌آمیز، اگر بر اون مبنای سیاست بحثشون مسئله تضادهای جهانی رو بر مبنای کمپ سوسیالیسم و کمپ امپریالیسم گذاشتن، به اصطلاح و در این مجموعه‌ای که به عنوان کمپ سوسیالیسم گذاشتن، بسیاری از احزاب اروپایی مثلا فرانسه، اینا آیا واقعیت اینا امروز کجان؟ بعد از فروپاشی شوروی هیچ کدوم از این احزاب دیگه افرادشون به 2-3 نفر رسیده. اینا یه موقع بودن که قدرت سیاسی رو در کشور اروپایی تحت مثلا تهدید میکردن. حزب کمونیست ایتالیا تا نفر سوم هم رفت. بعد یه مسئله دیگه که خواستم مطرح کنم، مسئله جنگه. آیا ببینید امروز مسئله مبارزه اقتصادی و چیزی که چین داره با آمریکا داره عمل میکنه، به اصطلاح نه مسئله چیزه، امروز تونسته به اصطلاح خود آمریکا رو به زانو دراره و امروز میبینیم که جریان، آیا این مسئله نمیتونست در دورانی که به اصطلاح خودشون هم مسئله همزیستی مسالمت و دتانت و این مسئله مطرح کرده، آیا نمیتونستن در این جهت به اصطلاح رقابت اقتصادی حرکت کنم به جای رقابت مسئله تسلیحاتی؟ خیلی ممنون، خیلی استفاده کردم. خیلی ممنونم، سوالای مهم. ببینید اولا اون کشتار کمونیست ها رو نمیشه در سال 30 دهه 30 تبدیل کرد به تغییراتی که امروز یا سال 70 80 60 در حزب کمونیست اتفاق افتاده. ما از دو پدیده مختلف داریم صحبت میکنیم اینجا. بوروکراسی دولتی ماهیتی جدا داشت، از طریق دیگری به قدرت رسید و به حزب نفوذ کرد. همونطور که گفتم بر اثر اشتباهاتی بود که به فساد و بازار سیاه و رشوه‌گیری و تمام این حرفا دامن زد و قدرت گرفت این لایه. این به کشتار کمونیستایی که اون موقع مخالف این خط یا اون خط بودن نمیتونه نسبت داده بشه، بگیم اینا اون ادامه اونه، این به هیچ وجه این اون نبوده. در رابطه با کمپ سوسیالیسم امپریالیسم و احزاب اروپایی، ببینید رفقا
در همون فاصله بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی اغلب احزاب اوروکومونیست چرخیدن و سوسیال دموکرات اعلام کردن خودشون و رفتن توی چارچوب سوسیال دموکراسی. بعضیاشون دیگه حتی اسم حزب کمونیست هم از اسم خودشون برداشتن. در نتیجه ما الان با اون احزابی که قبلا وجود داشتن، هرچند اوروکومونیست بودن که با اون فرمول حرکت میکردن، همچنان در انتخابات دولت فرانسه وارد دولت میشدن و غیره، که خود این بخشی از، حالا من نمیخوام اینجا به قول معروف جمله معترضه بگم، ولی به نوعی پیروی از شیوه گرامشی شکل احزاب اوروکومونیستی شکل گرفت که حرکت مبنای دیگری پیدا کرد. این احزاب کسانی بودن که رو اون فرمول های امکان تحولات در چارچوب استفاده از چارچوب سیاسی اقتصادی سرمایه‌داری، امکان وجود انقلاب هست رو تا موقعی که این حرکت رو به رونق وجود داشت میتونستن پیروی کنم و به جلو ببرم. ولی موقع فروپاشی شوروی تمام امتیازاتی که طبقه کارگر اروپا از طبقه سرمایه‌داری صرفاً به خاطر به عنوان حق و سکوت بورژوازی به اونها برای اینکه نرن پای کمونیسم داده بود، دونه دونه پس گرفتن. دیگه سیاست‌های شبه رفرمیستی که در اروپا برقرار بود عمل نمی‌کرد. مسئله واقعیت قضیه اینه که نظام سرمایه‌داری، نظام امپریالیستی امروز دیگه لایه میانی که بتونه تعادل حفظ کنه نداره. خود آمریکا رو نگاه کنید، الان واقعا دو کمپ و دو اردوگاه شد. اروپا هم داره به تدریج، به خصوص بعد از این وضعیت فعلی اقتصادی که ایجاد شده بعد از جنگ در اوکراین، داره به اون سمت دوباره پولاریزه شدن میره. در نتیجه اون شیوه های احزاب اوروکومونیستی که قبلا اتخاذ کرده بودن دیگه عمل نخواهد کرد. مجبورن یا دوباره بازبینی بکنن در اون شیوه ها، یا اینکه محتوم به شکست باشه. مبارزه اقتصادی جنگ، ببینید شما مقایسه کردید چین رو و پیشرفت های امروزش رو با دولت اتحاد شوروی اون وقت. ببینید توان اقتصادی چین بیش از هر چیز ناشی از تبادل اقتصادی با خود آمریکا و جهان سرمایه‌داری بوده. دولت شوروی تا آخرین لحظه زیر تحریم دولت‌های امپریالیستی بوده. تجارت خارجی نداشته به اون صورت. خب یعنی هر چه که کردن مجبور بودن داخلی بکنن. همچین امتیاز عجیبی که چین به دست آورد برای پیشبرد کار خودش هیچ وقت به دولت اتحاد شوروی داده نشد. دولت شوروی حتی برای تکمیل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مرکزی خودش ناچار بود ماتریس‌های 3000 در 3000 رو حل کنه. میدونید به چه قدرت محاسباتی عظیمی هم چیزی میخواد؟ آیا بیخود بود که در تمام این 80 سال صدور کامپیوتر به شوروی ممنوع بود؟ کامپیوتری که تکنولوژیش مال هیچ کشوری نیست. چیپش از یک کشور میاد، سافتورش از یک کشور میاد. نمیدونم مواد خام تولید کننده این چیپ ها از جای دیگه میاد. یعنی تمام شبکه ارتباطی تجارتی بین المللی یک تکنولوژی کامپیوتر رو ایجاد کرده. این رو از شوروی منع کردن. شوروی مجبور روی کامپیوترش رو هم بر مبنای منابع داخلی خودش بسازه. یادتون باشه ژاپن دهه چهل کی بود؟ ژاپن شروع کرد کامپیوترهای شخصی پی سی یه تعدادی صادر کنه به روسیه، خب به شوروی. دو روز بعدش هزاران نفر جلوی کنگره آمریکا جمع شدن، کامپیوتراشون رو آوردن اونجا خورد کرد. وضعیت اینقدر حاد بود برای سیستم سرمایه‌داری که روس شوروی دست به سیستم محاسباتی پیشرفته پیدا نکن. خب این روسیه چطور میتونست به چنین حدی از رشد برسه که چین رسید؟
اینها رو باید در نظر بگیریم، واقعا چارچوبش فهم. ببخشید من تمام. مرسی از شما آزاد. من هرچی بیشتر میشینم داره حالم رو به وخامت میده، ولی دوستان عزیز اگر مایلن صحبت بکنن من میکروفون رو بدم خدمتشون. داریش عزیز هستی؟ داریشم تشریف دارید؟ من هستم با اون شرایطی که به توضیح دادم نمیتونم. اوکی باشه، پس نه من هستم، مشکلی نیست، موردی نداره. نمیدونم دوستان آیا مایلید صحبت بکنید؟ الان فقط دست داریوش و ملیه فکر کنم از دور قبل بالا مونده. دوستان سوالی ندارم، پرسشی نیست. خب به نظر میاد آقای آزاد دوستان هیچ کدوم پرسشی ندارم، فقط ملیه دستش. یک سوالی میشه. بله بله آقای مرجع، خواهش میکنم بفرمایید. بله. هم سوال هم نظر، هر دو رو میتونید زمان هست. بله. خواهش میکنم. چون بحث خیلی جدی هست و خیلی خلوص نیت و اینها، در مورد آینده اگه بخوایم یه هم نظری بکنیم، یه استراتژی وسیع کلی برای پیشبرد، آیا شما مورد قبول میدونید که بیشتر شما الان راه حل رو در یک همبستگی بین جهانی به منطقه‌ای جهانی اینو دید مطرح کردید و گفتید که حرکت‌های ملی به اگر بخوایم واقع بینانه باشیم، رالستیک باشیم، به جایی نمیرسه. ولی این نظریه رو الان یه نظریم راجبه جریان گرامشی در اروپا دادی، نظرتون راجبه اینی که چیه که یک در مورد شکلگیری یه ائتلاف وسیعی از چپهای متفاوت بخواد شکل بگیره، آیا این جریان رو میتونه کمک بکنه؟ قطعا شاید بتونه در مورد جریان منطقه‌ای و جهانی کمک بکنه. نظرتون چیه راجب استراتژی آینده اگه نظر؟ ممنون. ببخشید منم یک سوالی حالا که اسم گرامشی اومد اگه اجازه داشته باشم مطرح کنم. حتما ولی جان بفرمایید. چون بله اشاره ای که آقای آزاد کردن به گرامشی و همزمان اتفاقی که در اروپا افتاد، فکر میکنم حالا بعد از جنگ جهانی دیگه اساسا روند تسلیم احزاب کمونیست و تعاملشون با بورژوازی همه جا شروع شد. اما نمیدونم آقای از نظر من حالا تا اونجایی که شناختم اجازه میده، گرامشی نیست که مدل احزاب اروپایی یورو کمونیست هایی که ما میگفتیم و یقه سفید ها و اینا بود. گرامشی رو به اصطلاح خلاف راه گرامشی رفت حزب کمونیست ایتالیا و اساساً احزاب کمونیست اروپای شمالی به خصوص. نظرتون در این مورد خواستم بدونم. در پاسخ به سوال اول چشم رفیق ملی الان جواب میدم. من معتقدم با هر ائتلافی که جبهه رو گسترده کنه، من فکر میکنم الان حیاتیه. منتها پلتفرم ها باید روشن و مشخص باشه. ائتلاف فقط به خاطر ائتلاف درست نیست. با درک از وضعیت موجود باید پلتفرم های شالودرزی بشه که مؤثر باشه. ببینید وقتی شما طیف گسترده از نیروها رو میخواید مختلف کنید، همیشه به اون مخرج مشترک حداقل میرسه، تنها مبناش میشه اون کاری رو بکنیم که همه موافق. خب مبنای علمی تحلیلی که آقا ضرورت امروز این رو ایجاب میکنه، باید این کار رو بکنیم، معمولا گم میشه توی قضیه. برای نگه داشتن جمع دوره هم همیشه این آب ریختن توی کار تا جایی که مورد همه قرار بگیره به دستور کار تبدیل میشه. ببینید هدف ائتلاف ها نیست، هدف مؤثر کردن ائتلاف ها در جهت اهداف معینی. اگر نمیتونیم این کار رو بکنیم، به خودی خود ائتلاف کار رو پیش نمیبره. در بسیاری جاها ما اینو دیدیم، تبدیل میشه به خلاصه کردن همه چیز در اون حد اقلی که همه روش موافقن و از اونجا به اینجا نمیرسه. یا به دعوای درونی میکشه اگه کسی بخواد اصرار رو بیشتر بکنه. خب در نتیجه این مسئله رو به نظر من باید در عین تایید از این که باید واقعا در ایجاد جبهه حرکت، جبهه‌ای باید حرکت کرد.
در این حال جبهه ها با پلتفرم های معین روشن میشن و بعد عملکرد جبهه های مختلف با پلتفرم های مختلف در عمل محک زده میشه که کدومش درست تره، ولی به هر حال باید حرکت جبهه رو شروع کرد و این من بهش معتقدم. در مورد گرامشی من به هیچ وجه نقد کلی به گرامشی نکردم، ولی یک مبنای فلسفی در برخودش هست و اونم اینه که مبنای موفقیت یک حزب کمونیست حجم و سطح رویاوری طبقه کارگر بهشه. ببینید این رو منوط کردن به حمایت، میزان حمایت، یه حزب میتونه محبوب بشه به خاطر هزار چیز، آیا بر خودش علمی بوده یا نه یه مسئله دیگری. میزان موفقیت یک حزب در علمی بودن موضعش، در انقلابی بودن موضعش. من معیار رو این نمیذارم که هرچه بیشتر پشتیبان جمع کنید و رأی جمع کنید موفق ترید. این چیزی بوده که شاید هدف گرامشی نبوده، ولی با الهام از این دید هست که احزاب کمونیستی اروپایی عمل کرده، که تبدیلش کردن به روند انتخاباتی و اینکه بریم و هرچی بیشتر رأی بیاریم بشیم 20% 30% و بعدم بشیم شریک کوچکتر کابینه و مورد تایید بذاریم بر جنایاتی که دولت‌های امپریالیستی میکنه. خب ببینید اینجاست، من اشاره به گرامشی، نقد گرامشی نبود، بس من این بود که یه همچین فرمولی که ارائه میشه از نظر فلسفی، بس سیاسی نداره، این از نظر فلسفی مسئله رو مطرح میکنه، میتونه تعبیرای این چنانی بی انجامه که چنین کارهایی هم اونش میتونه باشه. منظور من این بود. مرسی از شما آقای آزاد، ممنونم. رفقای دیگه مایل هستن صحبت بکنن؟ رفیق محمود کرد خوش آمدین، خیلی دیر آمدید ولی خب خوش آمدین. رفقای که ملیر جان، رفقای دیگه مایل نیستین صحبت بکنید؟ من اجازه دارم یه سوال کنم؟ بله بله حتما، خواهش میکنم، بفرمایید فرام جان. میگم بهمن جان، با این حساب آیا الگوی چین موفق تر نبوده در این جهان در اندشت موجود؟ یعنی آیا الگوی چین در حقیقت اجرای طرح نپ لنین در ابعاد وسیع‌تر با توجه به این به اصطلاح جهانی شدن سرمایه و دنیای نئولیبرالیستی و اینها موفق تر نبوده، اجرای همون طرح نبوده در حقیقت؟ سوال بسیار جالبیه. ببین بفرمایید، آمریکا از بغض روسیه چین رو بزرگ کرد، هر دوشون رو در آن واحد حاضر نبود بزرگ کنه، طبیعتا نبود. یعنی روسیه شوروی هر کاری میکرد این قابل قبول نبود براشون. آمریکا امید داشت که چین رو به سمت سرمایه‌داری بکشه. خب مشکل چین هم به نظر من، حالا نمیخوام به تاریخ گذشته برگردم، برخورد ماویزم برای مساواتگری در فقر 30 سال چین رو از پیشرفت باز گذاشت. دن شیاپینگ ناگهان متوجه شد که 30 سال عقب از دنیا، یهو این تزها رو پیش کشید که به سرعت، همونطور که تز سند شدن سریع روسیه مطرح شد، دن شیاپینگ هم تز رسیدن به قرن حاضر رو یهو با اون فرمول ها به پیش کشید. دن شیاپینگ اگه استالین بود مطمئن باشید آمریکا نمیذاشت که این سرمایه گذاری های متقابل و این تمام تبادل ها و با عرصه بین المللی و فلان حرفا از طرف چین انجام میشه. امیدشون این بود که یه شریک جدید برای شوروی ایجاد بکنن، این کمک رو کردن، یه همچین راهی برای شوروی باز نبود. البته الان هم آمریکا شوکست که چرا چین داره از اون مریم. من میتونم یه سوال بکنم؟ مسئله امروز نمیدونم، شما مسئله روسیه رو مطرح میکنید،
واقعا روسیه بعد از جریان فروپاشیش و اومدن چی خودش شده بود یک بسلا این یلسن و جریاناتی که بعدش قدرت گرفته، حتی اوائل دورانی هم که پوتین سر کار بود که خیلی سعی میکرد به غرب نزدیک میشه اینا. من فکر نمی کنم چین یعنی آوانس داد به چیز که این مسئله، چون اصلا دوران دیگه داریم الان صحبت میکنیم، مسئله فروپاشی شوروی بود و یلسن بود و جریاناتی که امروز در شوروی، یعنی این باج به چیز نداد دیگه این الان این و تمام جریاناتی که در چین اتفاق افتاد بعدم بود. خواستم ببینم نظرتون راجع به چیه. شاید من دقیق مطرح نکردم صحبتمو. ببینید تا یلسین، راه یلسین طی دو سه سال اول بعد از فروپاشی به بحران جدی رسید. ناسیونالیسم روسی عمل کرد. پوتین بر اون ناسیونالیسم روسی و برای استقلال روسیه اومد تو صحنه. از اونجا بود که آمریکا چرخید در مورد روسیه. شما نگاه کنید خصومت‌های آمریکا از زمان به قدرت گرفتن پوتین شروع شد. برای اینکه پوتین می‌خواست به عنوان یک نیروی مستقل، من نمی‌گم از زاویه کمونیستی به هیچ وجه نه، ولی از زاویه استقلال و حاکمیت ملی روسیه به مسئله برخورد کرد و ناسیونالیست‌های روس هم پشتش رفتن در واقع و نیروی ایجاد شد که تضمین استقلال روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند به جای نوچه یا امریکا که یلسین بود. طبیعتاً خلق روسیه و خلق شوروی جریحه دار بود از شکستی که خورد. قبضه امریکا براشون سنگین بود. پوتین وقتی پرچم استقلال دوباره احیای کل حاکمیت رو مطرح کرد، رفتن پشتش، هنوزم پشتشن. به این معنا نیست که همه کمونیستن. کمونیست‌ها در راست پشتشن. متهم این که کمونیست‌ها حالا ناسیونالیست شدن درست نیست. ولی این واقعیت هست که روس پوتین مسیر روسیه رو عوض کرد. در جهت بازگرداندن استقلال و حاکمیت مستقل سیاسی خود روسیه. و این بود که آمریکا رو دوباره رو ریل خصومت گذاشت. آمریکا اول فکر میکرد قضیه رو گرفته. این رو پوتین خنثی کرد. و نیروهایی که پشتش وایسید. و در این مسیر خب طبیعتاً حزب کمونیست هم پشتش وایسید. مرسی آقای آزاد. یه نکته کوچیکی رو در مورد چین برای من ابهام هست. آقای آزاد، بارها به این نظر برخورد کردم که چین توسعه صنعتی رو در درون آغاز کرده بود. یا آماری هم خوندم جایی که در سال 71 تازه نیکسون رفت اونجا و خب تأثیرات اقتصادی و صنعتی نمیتونست تا سالها داشته باشه، ولی میزان سرمایه گذاری داخلی چین دائم زیاد میشد. در یک مقایسه‌ای با آمریکا در سال 78 آمریکا 16% از درآمد ناخالص ملیشو برای سرمایه گذاری اختصاص داده و همون سال چین 25%، یعنی تولید و مصرف داخلی قبل از پیوند با به اصطلاح سرمایه جهانی در چین آغاز شده. شما با این نظر چه برخوردی دارید؟ یعنی من این که تماما در پیوند با جهان سرمایه داری و با آمریکا و اینها موجبات توسعه سریع چین شد، برای من با این نظراتی که خوندم و برخی آماری که دیدم ابهام داره. ببینید، من منکر اون نیستم که چین به هر حال حرکتی رو در جهت صنعتی کردن داشته انجام میده، ولی ابعاد این صنعتی شدن،
حجم تکنولوژی که چین بهش دست پیدا کرد. اینها چیزهایی نبود که صرفا در داخل بشه تولید کرد. برای 60 سال شوروی سعی کرده بود بکنه و نمیشد، از یه حد معینی فراتر رفت، برای اینکه بخش عظیمی از تکنولوژی امروز، مدرن امروز، جهانیه، در قبضه هیچ کشوری نیست که امروز بتونه بده به کسی غیر از اون. یعنی با قرار گرفتن، و من منظورم فقط دولت‌های امپریالیستی نیست، چین در عرصه جهانی وارد صحنه شد و آمریکا اجازه این کار رو داد، به روسیه اجازه این کار رو نداد. این تفاوت قضیه است. ولی من نمیخوام بگم چین هیچی تا وقتی آمریکا اومد، به هیچ وجه نیست، به هیچ وجه نیست. با شما کاملا موافقم، روند شروع شده، ولی ابعاد لزوماً بدون این حرکت در عرصه بین المللی به ابعادی که امروز رسیده نمیتونست برسه. مرسی آقای آزاد. رفیقمون حسین خرمی هم سوال دارن، من میکروفون رو میدم خدمتشون. ولی من خودم الان برام سوال پیش اومد، این صحبتی که رفیق ملیه میکنه و این تاثیرات جانی که شما میگید، اینکه یک فکری که من میکنم اینه که این نیروی کار ارزان انتقال باعث انتقال این کارخانه های صنعتی به چین خیلی تاثیر داشته توی این تغییر تحول، نکنم بدون تاثیر بوده باشه. ولی من میکروفون رو میدم به رفیقمون حسین. رفیق حسین میکروفون خدمت شما، بفرمایید. درود بر شما، خسته نباشید. صدای من هست؟ بله. بله. درود بر شما رفیق بهمن آزاد. میخواستم ببینم در فرایندی که شما ترسیم کردید، نقش احزاب چپ اروپایی و احزاب کمونیست اروپایی که تضعیف شدن چه خواهد شد؟ با توجه به اینکه در بحران پیشرویی که اومده به وجود اومده به واسطه جنگ و بحران اقتصادی بعد از کرونا، مردم اروپا به شدت مستصل و آماده اعتراض و تظاهرات و اینا هستن، احزاب اروپایی هم برای مسائل برنامه می‌ریزن. من هم چون عضو حزب چپ آلمان هستم احساس می‌کنم دیگه یک برنامه‌هایی برای پاییز هست با توجه به بحران انرژی و مسائل گرانی اینا. در این فرایند کنونی نقش این احزاب چپ اروپا چه خواهد شد؟ با توجه به اینکه دو ماه پیش چپ‌های فرانسه تونستن قدرت خودشون رو نسبت به دور قبل دو برابر بکنن، ولی اکثریت رو به دست نیاوردن. الان این در این زمینه هم آیا راهکاری هست؟ در این فرایند جهانی اینا چه نقشی خواهند داشت؟ ممنونم. ممنونم رفیق عزیز حسین. ببینید، احزاب کمونیستی و چپ اروپا بعد از دوران فروپاشی در واقع به راست رفتن تقریبا همشون به درجات مختلف. منتها واقعیتی که امروز در برابرشون وجود داره ناچارشون به بازاندیشی راجع به مسائل میکنه و کرده. همونطور که شما خودتون بهتر از من میدونید که الان یه سری، فکر میکنم خبرش من امروز خوندم یا دیروز، در حزب چپ آلمان یه مقداری اختلاف نظر پیش اومده و واقعیت ها داره میگه آقا با تصمیمتون در مورد این مسئله یا اون مسئله به طور جدی بگیرید. یعنی من تردیدی ندارم که احزاب چپ اروپا اگر واقعا صادقانه قصدشون حرکت در جهت روندهای پیشرو باشه، به ناچار جهتگیری های رادیکالیزه تر خواهند گرفت به تدریج. چاره ای نداره، از مردم عقب میفتن. جنبش از پایین به شدت داره روش میکنه در همه کشورها، فقط اروپا نیست. شما آمریکای لاتینه ببینید چیکار میکنه. این هستش که من فکر میکنم چاره ای نیست جز اینکه بازگشت بکنن یه مقداری به سمت چپ دوباره، و من فکر میکنم این حکم واقعیت امروزه، کار دیگری نمیشه. اشناب ناپذیره آقای آزاد، برمیگردم.
اینجا وضعیت به همین شکله. رفیقمون محمود کرد نوبت میخواستن. رفیق محمود بفرمایید، خواهش میکنم. با درود به همه شما رفقا، به خصوص رفیق آزاد سخنران امروز جلسه، با پوزیش از این که من دیر رسیدم، با برلین به شدت بارونیه و تمام برنامه رو با هم رسته، معذرت. حتی این سوال من اگه قبلا به گونه پاسخ داده شده در فاصله که من نبودم، پوزش من رو از پیش بپذیرید و لازم هم نیست پاسخ دید اگه ضرورتی. یعنی در ارتباط با مسئله چین، چگونه چین به اینجا رسید و شوروی به اون عرصه رفت، به نظرم توضیحاتی که تا اون بخش من بودم رفیق آزاد داد درسته. ما یادمون نرفت اون سیاست پینگ پونگ رو، چطوری امریکایی‌ها نیکسون و کیزینجر در با تمام قد پشت چین اومدن تا چین رو در مقابل شوروی علم کنن، درسته. ولی در ارتباط من خودم اونجا زندگی کردم، نمیدونم دوستان دیگه چقدر زندگی کردن، ولی واقعیت اینه که چین راهی رو در پیش گرفت که بخش‌هایی از جلوه‌های سرمایه‌داری، یعنی در تولید اجتماعی در ابعاد کنترل شده‌اش امکان رشد داد، و این چیزی بود که در مجموعه ساختار اتحاد شوروی خود اون ساختار بهش باور نداشت. و بخش مهمی این که چین در اینجا قرار داره، علت باور من اینه که یک سرمایه‌داری کنترل شده با تعاریف مشخصی که البته بیشتر این تعاریف رو پروفسور مسرت کرده تو کتاب‌های مختلف، در واقع اونا اون استعدادها و توانایی اون بخش سرمایه‌داری رو به شکل کنترل شده چیز کردن، در جامعه چین گسترش دادن، و امروز اون چیزی رو که ما از چین میبینیم بخشن، تاکید میکنم بخشن، نتیجه همون سیاسته. و این چیزی بود که در اتحاد جماهیر شوروی امکان چیز نداشت، بروز نداشت. در مورد یلسین من کاملا با شما معتقدم، یلسین یک میهن پرسته و عمر یک میهن پرست تلاش کرده تا روسیه رو دوباره اون آوار رو که یلسین محمود جان، منظورت پوتینه، یلسین نیست. من میگم این پوتین رو، آره، یک ناسیونالیست بی همپرسته. مگه اشتباه کلمات کردم؟ معذرت میخوام مریه جان، آره معذرت میخوام. به هر حال آوای رو که یلسین پس از گورباچوف به اصطلاح رقم زد، واقعیت اینه که تلاش های رهبری بعدی روسیه به رهبری یلسین، به رهبری پوتین موفق شد تا این جامعه رو سرپا نگه داره. و این به نظرم، امیدوارم که تحولات آتی در ارتباط با آنچه در اوکراین میگذره به سود روسیه تمام بشه و ما جهان جدید و خیلی بازتر و به اصطلاح بهتری رو در این رابطه ببینیم. اما در تفاوت عملکرد چین و روسیه به نظرم باید یک خورده به این پارامتر بیشتر دقت کرد. یه پارامتر دیگه هم که به نظرم باید بهش توجه کرد، من یه چیزی رو از دهه 80 یادمه، دهه 1980، که یکی از کارشناسان اسرائیلی صحبتی کرده بود اون وقت در مورد وضعیت سوریه، که این رو به عنوان یک موفقیت خودشون قلمداد میکردن اسرائیلیا. در اون کارشناس که میگفت ما یه کاری کردیم که 60% تولید ناخالص ملی سوریه صرف به اصطلاح مخارج مستقیم و غیر مستقیم، صرف مخارج نظامی و امنیتیش بشه. یعنی تو همچین جامعه که 60% تولید ناخالص ملی شما صرفی همچین مسائل بکنید، نه دموکراسی در این رشد میکنه، نه اتفاق نظر، نه تولید اجتماعی رشد میکنه، به هر حال تاثیرات مشخصی در سایر عرصه میذاره. و این چیزی هم بود که غربی ها در واقع در مقابل اتحاد شمال شوروی به کار گرفتن و موفق هم بودن. به نظر من شخصا فکر میکنم این دو عامل خیلی موثر بوده. یکی فضای به اصطلاح ایجاد یک فضای جنگی و امنیتی نظامی برای شوروی، دوم این که
استفاده نکردن رو حداقل امکاناتی که هنوز سرمایه‌داری برای رشد نیروی مولد در جامعه داشت. این دوتا تأثیرات مهمی داشتن. به هر حال این همینقدر می‌خواستم نظر بدم. به هر حال می‌بخشید بازم از تأخیری که من وارستم. متشکرم. اگر یه صحبت هم آقای آزاد در این مورد بکنم. قربان شما. رفیق آزاد نظر بدم. رفیق عزیز، من اولا از خودم سلب صلاحیت میکنم در مقابل شما راجع به چین. من پژوهشگر مسائل چین نیستم، بیشتر تمرکزم روی روسیه و تاریخ شوروی و غیره. در نتیجه یک سری ریزهایی هست اینجا که واقعا من به طور کلی نمیتونم در موردش نظر بدم، یعنی با رجوع به رویدادهای روندهای تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و غیر و ذالک میشه روش صحبت کرد. ولی در مورد اینکه روسیه یا شوروی هیچ وقت بر خود چین رو از نظر آزاد گذاشتن و بعضی چیزها دنبال نکرد، و اگر این بخواد به این تعبیر بشه که آمریکا راه رو باز نکرد برای روسیه، برای اینکه روسیه راه رو برای هیچ کدوم از این چیزها باز نگذاشته بود شوروی، من فکر کنم رابطه برعکسه. یعنی چی؟ یعنی که از اونجایی که آمریکا همیشه موضع خصمانه نسبت روسیه داشت، روسیه یه مقداری خودشو بست در واقع، و هر کدوم از این حرکت‌ها رو به عنوان ستون پنجمی که ممکنه راه رو باز کنه برای آمریکا دید. چین همچین خطری رو از بیرون احساس نکرد. باید دید. ببینید، من حتی برمیگردم به وضعیت فعلی چین. من این رو نمیخوام حکم صادر کنم، نمیخوام آینده نگری بکنم، نه هیچ چیز. ولی با فرمول مارکسیستی یک شیوه تولید، شما زیربنای سرمایه‌داری رو اگر در حدی رشد بدید، از یه جایی که بگذره روبنا رو مقهور خودش خواهد کرد. من از این مسئله وحشت دارم. واسه همینم هست که برای من مسئله حیاتیه که این اردوگاه چین، روسیه و دیگر کشورهای جهان در مقابل امپریالیسم هر چه سریعتر پیروز بشه و این امکان ایجاد نشه. برای که آمریکا، فراموش نکنید، آمریکا هنوز هدف به زیر کشیدن دولت کمونیستی سوسیالیستی رو در چین رو فراموش نکرده. هنوز هدف همینم هست. منطقه نه با اون شدتی که در مورد شوروی اجرا کرد، ولی هیچ وقت این برنامه ب و س و اینا رو کنار نگذاشتن. منتظر لحظه‌ش هم هستن، مطمئن باشید هستن. من امکان این که خب روسیه رو که چرخوندم، ولی من امکان این که در مقطعی به دلیل شکل‌گیری یک سری رویدادها زیربنای سرمایه‌داری که در چین ایجاد شده خودشو بتونه به روبنای سوسیالیستی تحمیل کنه، من صفر نمیبینم. یعنی تابع روندهای تاریخی است که از حالا تا آینده پیش خواهد اومد. اینها مسائلی است که من خودم رو در صلاحیت پیش بینی هم چیزهایی نمیبینم، ولی از نظر دیدگاه کلی تئوریک نظری این نگرانی رو دارم. من سه نگرانیم صفر نیست، بدونی که بخوام حکم در مورد ماهیت چین و بعضی ها دعوا میکنن سوسیالیستیه نیست فلان این حرفا، من وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی واقعیت اینه که یه حالت دوگانه داره این سیستم. مرسی از شما آقای آزاد. من داشتم حقیقتا به این فکر میکردم که این نکته خیلی مهمیه، برای اینکه جامعه چین عملا میتونه پذیرای این هم باشه. من به نسبت چینی هایی که اینجا میان و بسیار متمولن، بسیار بسیار حتی بیشتر از خیلی از انگلیسی های متمول ترند، این صحبت رو که شما کردین واقعا چیز مسیح شوکه که این احتمال خیلی خیلی زیاد وجود داره که، و توی یک بررسی که این در بریتانیا شده، درآمد نشن های مختلف رو که بررسی کردن، چینی ها بیشترین درآمد رو در بریتانیا دارن، حتی بیشتر از بریتانیایی ها.
و خب اینا خیلی مهمه، ممکن حالا به نظر نیاد ولی با این صحبتی که شما گفتین ذهن من مشخصا رفت به اون سمت که این چقدر میتونه این گفته چیز باشه، احتمال عملی شدنش هم وجود داشته باشه در آتیه. من میتونم با حرف بزنم؟ من مطمئنن حالا با تجربه تجربه که از اتحاد شوروی به جا مونده و تجربه شکست بوده، حالا با نام دلایل مختلف، شما هر به اصطلاح چیز اجتماعی، ساختار و سیستم اجتماعی مثل چین، مثل ویتنام، مثل بقیه جاها ممکنه به شکست مواجه بشه. به هر حال اینا طبقات مختلف اجتماعی هم در نبرد با هم دیگه این دست به اون دست برتر پیدا کنه. ولی اون چیزی که برای ما مهمه، من مدت ها ذهن من مشغول کرد، علل شکسته. یعنی من که در شوروی زندگی کردم، دو دورم زندگی کردم، این برای من روشن بود و من کار هم کردم تو اونجا هر دو دوره، روشن بود که این که این عدم استفاده نکردن از توانها و پتانسیلایی که در سرمایه‌داری برای رشد نیروی مولده هست، این عدم استفادهش لطمه میزد به اون جامعه. اون میشد کاملا دید، همه کسایی که در شوروی زندگی کردن اگه کار کردن این رو دیدند و فقط این جنبه موفقیت رو در چینیا میشه دید. این که آیا چین، من با این حرف آقای آزاد مخالف نیستم، اتفاقا به نظرم هم صحیح هم میگن ایشون که به هر حال این روابط تولید بالاخره جای خودش میداره. حالا مثلا چینیا هر حتی اعدام میکنن، حتی نمیدونم خیلیت کارا میکنن که این روند انجام نشه، ولی این همه تجربه است، تجربیاتی که وجود داره. ولی یه چیزی به نظرم قطعی است، همون تی که من از تجربه سوریه و قضیه دوران حافظت گفتم، تحمیل شرایط جنگی و نظامی به یک کشور، همین کاری که الان امریکایی‌ها دارن با کمک اروپایی‌ها با روسیه میکنن، همین کاری که الان دارن میکنن. اگه ماها نتونیم راه حل‌هایی در مقابل این پیدا کنیم که یه جورایی از البته خوشبختانه به نظر میرسه الان پیوندها به قدری گسترده شده در سطح جهانی، مثلا چین در کنارش شد، روسیه قرار گرفته، حالا ایران هم در مقابل روسیه قرار گرفته، دیگه فشارهای آنچنانی رو نمیتونن مستقیما به یک کشور مشخص بیارن و قابل تحمل تر خواهد. اگر ما بتونیم راه حل هایی پیدا کنیم، یعنی چپا در جهان، حالا با اشکال مختلف با ظرفیت ما، که ما بتونیم این بخش رو کنترل کنیم، یعنی مانع بشیم که این فشار آنچنان وارد بشه که ساختار سیاسی اجتماعی ما یه چیزی بشه شبیه سوریه اون وقت، که به قول اون کارشناس اسرائیلی میگه ما موفق شدیم 60 این کشور رو به جایی برسونیم که 60% تولید ناخالص ملی مستقیم مستقیم غیر مستقیم صرف مصرف. اگر ما تو این زمینه موفق باشیم کمک خواهد کرد. علائمی که امروزه نشون میده تو سطح دنیا علائم خوبیه، این همکاری های گسترده، همین اجراءات شانگهای، حضور گردن کلفت‌ترین کشورهای دنیا تو غرب آسیا اونجا نشون میده که به این حداقل این فشار. من امیدوارم که مسئله اوکراین که ما آشنایی میدونیم این قضیه چرا به وجود اومده و ناتو و پنتاگون دارن چیکار میکنن، که بشه راه حلی از این در آورد که فشاری که امروزه به روسیه داره میاد، فشارم قطعا تاثیرات خودش رو در آینده بیشتر خواهد کرد، کاهش پیدا کنه. متشکرم از وقت بنده. خیلی ممنون آقای حسینی استاد. من کرد هستم رفیق آزاد، محمود کرد. ببخشید. دلای جان کسی دیگه ای اگر سوال نداره، بحثی نداره، دیگه میتونیم کم کم جلسه رو تمومش کنیم. آره، ولی به اون قسمت های آخر، اون بخشی که آقای آزاد به ورود تکنوکرات ها به حزب کمونیست کردن، در واقع که از عوامل اصلی فروپاشی برشمرده شدن، توی کتاب هم ایشون الان خودشون توضیح دادن، زیاد پرداخته نشد. یعنی نمیشد خب تکنوکرات رو فقط در حد گورباچف و یلتسین دید. حالا درست ایشون گفتن 75% اگر اشتباه نکنم
افرادی که پیوستن 57 ولی خب دلایل علاوه بر این چه دلایلی که رفیقمون محمود کرد اشاره کرد، ببین همون محاصره اقتصادی، اون دیوار آهنین، تمام عملکردهای امپریالیسم به طور کلی، چون این نشون میده بعد از اینکه شوروی به چندین کشور متفاوت تبدیل شد و اینا هم داره خودش رو نشون میده. من شخصا مایل بودم بدونم که این تکنوکرات ها غیر از اینا کیا بودن، چون میبینیم یه سری سرمایدار، میبینیم سرمایدار های کلان بعد از در شوروی که میبینیم پوتین با اونا چگونه برخورد میکنه، اموال رو میگیره و بینا میگه بریم، هیچ محدودیتی برای رفتن زندان، بازداشت، اعدام در کار نیست. و خب این از لحاظ اقتصادی کمک کرده به روسیه که بتونه یک اقتصاد توانمندتر داشته باشه، ولی همین الان هم در مقایسه با چین بسیار بسیار متفاوته، چون حتی شوروی درست بمب اتم داره ولی پیشرفت هایی که چین در حیطه نظامی کرده بسیار بسیار گسترده است و هنوز این تفاوت وجود داره. و سوال من دقیقا اینه که چقدر این همسوی چین و روسیه میتونه مفید باشه. من اون ائتلاف های بین المللی قبول دارم، مشخصا در ارتباط با این دو قدرت به عنوان دو قدرت جهانی یا دو قدرتی که تونستن تقسیم قدرت بکنن در جهان، دیگه امریکا به عنوان تک قطبی جهان محسوب نشه. ممنونم، مرسی. ببینید من به هر حال مسئله بوروکرات ها رو یه روند تاریخی میبینم، اینطوری نیست که یلسین و غیره، یعنی در یه روندی رشد کردن از زمانی که اینها شروع کردن به افزایش سطح دستمزدها بدون افزایش کالاهای مصرفی که بازار سیاه ایجاد شد، نمیدونم تمام این چیزها ایجاد شد، خب و این لایه خودشو منسجم کرد، مثلا درست همونطوری که توی جنگ ایران و عراق سرمایه تجاری ایران قدر قدرت شد در یک فاصله، برای که تولید داخلی خوابید، همه چی وارداتی شد، خریداری از بیرون شد و فلان، اومد مجلس رو گرفت و بعدم همه چی رو گرفت. خب اینها رو این تکنوکرات ها و بوروکرات ها هم تو همین فرمول بندی به قدرت رسیدن توی روسیه، توی شوروی، یعنی زمینه چینی های اقتصادی ایجاد شد براشون که تونستن قبضه کنن، دولت رو قبضه کنن. اگه فراموش نمی کنیم لنین از هم اول یکی از نگرانی هاش ماشین دولتی بود که باید کوبیده می شد همیشه و باید زیر کنترل حزب قرار می گرفت. خب وقتی رابطه یهو معکوس میشه، حزب میره زیر کنترل دولت، اون وقت مسئله شکل دیگری پیدا میکنه. تصفیه شد هست توی پروسه از طریق اینها، کادرهای حزبی تبدیل شدن به همین تکنوکرات هایی که توی دولت نشستن و مقام ها رو دارن. ببینید اون وقت قضیه رابطه حزب و دولت جا به جا شد. خب منافع بوروکراسی دولتی از زاویه قدر قدرتی حکومت و دولت حرکت میکنه. برای یک کمونیست روند رشد سوسیالیسم برای کوچکتر کوچکتر کوچک شدن دولتی، این دوتا با هم در تماق تضاده. وقتی شما اون یکی معیار حاکم میکنید به راه دیگری میرسید. واسه همینم یک سری اصلا شما نگاه کنید که چه حلوایی کردن از گورباچف وقتی اومد سر کار تو غرب، برای اینکه خط بوروکراسی دولتی رو داشت پیش می‌برد و منافعش در این بود به عنوان یه قدرت دولتی بزرگ در سطح جهان خودش رو مطرح کنه و کارش رو به اون صورت پیش ببره در راستای منافع خودش. اینا چیزهاییست که میگم در یه بحث کوتاه نمیشه مطرح کرد، باید واقعا یه مقداری آمار و ارقامش توی کتاب هست، اگر که رفقا فرصت بکنن نگاه کنن به روند برخورد میشه و غیر ازاله، که همون قدری هم که من سعی کردم پابند بمونم، من محمود محتوای کتاب اینقدر زیادی حرف زدم که وقت همه رو گرفتم. به نتیجه پیشنهاد میکنم که مسئله رو به صورت مکتوب اگر میشه دنبال کنن مسئله میشه. دنا جان من یه نکته بگم.
بله خواهش میکنم فرهان جان بفرمایید. من فکر کنم تو بررسی علل شکست به اصطلاح شوروی یا فروپاشیشیناش اون عنصر جنگ جهانی دوم رو بایستی خیلی بهش پرداخت. یعنی واقعیت چیه؟ 27 میلیون از جمعیت این کشور کشته شدن که توی آمارها معمولا به دلیل سلطه به اصطلاح تبلیغاتی صهیونیسم همیشه به خوب غرب دیگه میدونیم که همیشه تکیه هست روی اینکه انگار جنگ جهانی دوم فقط یهود کشی بوده. خب اصلا صحبت از کمونیست کشی رو نمیدونم و بعدم اینکه پیروزی بر فاشیسم الان عملا در غرب به حساب آمریکا و اون به اصطلاح انگلیس و اینا نوشته میشه دیگه تو فیلم ها و گزارشات و اینها، در حالی که واقعا اگر چنانچه شوروی نبود پیروزی بر فاشیسم به باور من با مطالعاتی که داشتم تقریبا اگر نگیم نامویسر خیلی دشوار بود. بعد توی این جنگ فقط هزینه مالی یا اقتصادی یا اون چیزی که الان بهمن عزیز میگه که به درستی بوده، اصلا امهای فیزیکی و از بین رفتن گروه های بزرگی از کمونیست ها، انسان هایی که به هر حال اراده کرده بودن یک جامعه ای رو به وجود بیارن، یک سیستمی رو به وجود بیارن، از بین رفتن اینا. و این به نظر من توی فکر کنین که یعنی سوسیالیست در حقیقت یک نهالی بود حالا که در اون کشور به اصطلاح آیا امکان رشدش بود یا نبود صحبت های کلام بود که میشد رشد بکنه، ولی توی این نهالی که یک دفعه یک سرمایه خیلی شدیدی میاد و این بایستی از تمام قوای خودش استفاده بکنه برای اینکه بتونه خودش رو سرپا نگه داره. من فکر میکنم این داستان به اصطلاح جنگ جهانی دوم و اثراتش و حتی تو زندگی روزمره مردم، ما که مثلا من مدت کوتاهی اونجا بودم، اثرات روانی اون جنگ حالا مثبت و منفی بودا، یعنی مثبتش این بود که اینها رو به قوای خودشون واقف کرده بود مردم رو و ارزش داشتن رو میدونستن، ارزش نان، ارزش اون سیستمی که بهشون نان و امنیت داده بود رو میدونستن و به همین دلیل هم است که الان دوباره رفتن پشت پوتین روس‌ها. و همین نکته‌ای که الان بهمن به درستی اشاره کرد، ولی میخوام بگم منفیش هم این بود که در مجموع یک گسستی میان نسل ها به وجود اومد. یعنی یه نسلی در حقیقت به یه یعنی واقعا اون چیزای چی میگن لطمات روانی جنگ، از همپاشیدگی خانواده، از همپاشیدگی همه چی، اینا خیلی آدم محسوس میدید توی اون موقع که من مدت کوتاهی بودم. فهمم این پارامتر رو ما باید توی بررسی ها به ویژه که الان غرب و رسانه های فارسی زبان خادم به اصطلاح این پروپاگاندای غرب خیلی تلاش میکنن که اصلا دوره فاشیسم رو یه جورایی از قلم بندازن، نقش شوروی اتحاد جامعه شوروی سوسیالیستی رو از قلم بندازن و من فکر میکنم ما باید بیم بپردازیم برعکس. ممنونم. مرسی فرهان جان. من فکر میکنم که آقای آزاد توی کتاب اشاره کردن ولی به تعداد کشته شدگان این جنگ جهانی 20 تا 25 میلیون فکر کنم اشاره داشتن اگر اشتباه نکنم و بود در کتاب هستین، ولی مردم شوروی بعد از فروپاشی به نظر من خیلی ها خیلی مخالف بودن با فروپاشی. من در ترکیه زندگی میکردم، تو این سفرهایی که باید ورود و خروج میکردم هر سه ماه یک بار، زنایی میومدن از گرجستان و اینا مثلا میگفتن ما معلم بودیم، شغل داشتیم، کار داشتیم، اون زندگی داشتیم، الان لباس میبردن میوردن میفروختن. یعنی واقعا میگفتن اون موقع یک رفاهی داشتیم، الان در واقع حالت دربدری داشتن. این هست متاسفانه.
ببخشید آقای آزاد، بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. من جوابی به حرفایی که رفیقون فرانزد کاملا موافقم. مسئله اینه که این اون کسانی که در اون جنگ کشته شدن در واقع پیشروترین کمونیستایی بودن که به سیستم اعتقاد داشتن، رفتن جبهه و کشته شدن. خب پر کردن جاشون کار ساده‌ای نبود. درسته که اتحاد شوروی تونست دوباره بعد از ضربه جنگ در عرض 10 سال خودشو برگردونه به جایی که بود، که خودش واقعا یک معجزه است. کاری که واقعا کردن حیرت انگیزه. ولی همین این به معنای این بود که 10 سال از دولت‌های امپریالیستی عقب افتادن از همه نظر. تازه باید برمیگردن نقطه صفر. خب این فاصله که ایجاد شد خودش تعیین کننده بود. برای اینکه دیگه سال 65-67 اینا آمریکا دیگه اون تکنولوژی که یهو برق‌آسا رشد کرد و غیر از ذلک در غرب، تکنولوژی کامپیوتری، رباتیک و غیر از ذلک رو اونها دیگه امکان این که بتونن برسن نداشتن. و اینا رو باید در نظر گرفت. اون نسلی بود که باید روسیه رو شوروی رو میساخت و رفت. ولی با اینا در ادبیات، در موسیقی اصلا سلامت بوده، در خیلی جا بخشای دیگه عمل برای جا. ببخشید، معذرت میخوام. بفرمایید. بله بله، من که موافقم، دقیقاً همین جوری هست. آره. یه نکته هم خواستم در مورد این داستان کامپیوتر بگم. من توی یکی این گزارشات فکر میکنم تو راشا توده یه جایی خوندم، یادم نیست، که به اصطلاح بعد از اینکه یکی از نقشه های آمریکا در آستانه فروپاشی، یعنی برای فروپاشاندن یا کمک به فروپاشی در حقیقت، این بود که اینا یه سری کامپیوترها دادن به اتحاد شوروی که توش دستگاه چیز به اصطلاح چیزای کار شده گذاشته بودن که انفجارهایی رو توی کارخونه های شوروی به وجود آورد. یعنی این رو مستند صحبت کردن ها، یعنی همینجوری نیست که. حتی چرنوبیل یه مقداری الان زیر سواله که چرا پیش اومد. این نکته رو می‌خواستم بگم. والا از این آموستان هر چی بگی فرام جان میاد. قبلا کار انگلیسا بود، حالا کار آمریکایی است. انگلیسی هم همه الان از این کارا میکنن. نگاه کنید از بلیبر به کجا. بچه هم روز پیش همه شون داشتن قسم میخوردن به نمیدونم چارلز، اون چارلز نکبت البته. فکرش بکنم مثلا رهبر حزب لیبر میست قسم بخوره به چارلز. اصلا این هم من اصلا نمیدونم. یه دوره کوتاهی که جرم کوربین اومد خوب بود، ولی بقیهش اصلا چپ ها متاسفانه خیلی خیلی تغییر کردن. بیشتر از اون که چپ باشن، حتی این موارد عدالت اجتماعی معمولی رو هم اینها الان خیلی کم بهش توجه دارن. یعنی اون خدمات اجتماعی که باید باشه به شکل معمولی، حداقل تو این کشورهای اروپایی که خودشون زبان زد کردن، اینها رو که هست وجود داره، واقعا هر روز داره بدتر میشه شرایط. و متاسفانه چپ ها هم خیلی کارایی ندارن. منم یاد دارم صحبت کنم رفیق دنا. بله، همه اجازه دارم. جمع خیلی کوچیک بشه که یه چند نفر محدود بدن. ولی به هر حال من به این باور رسیدم مدت ها، حتی برای که واقعیت که یک علت، یکی از دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساختار خودش بود. یعنی ما اون روش سوسیالیسم پاسخ نمیده. یعنی اینکه توانها و انرژی انسانها رو اونجوری تعریف، یا فقط اونجوری تعریف کردن. شاید شرایط جنگی که غرب، جنگ سردی که غرب حاکم کرد به اتحاد شوروی، باعث شد که اونا نتونن پویش‌های جدیدی رو بسرا بکنن و روش های جدیدی از سوسیالیسم و کار بسرا نیروی مولده تو جامعهشون دائم بزنن. ولی اون جواب نمیده. اون من مطمئنم، هم علی رغم این که همه کارهایی که غربی ها کردن، رغم همه چند. یعنی ما باید این رو بپذیریم که سرمایه‌داری همونطوری که چینی ها به نظرم پذیرفتن، جدا از این که اون انحرافی که خطر، اون انحرافی که رفیقمون آزاد میگه درسته،
ولی ما باید بپذیریم که هنوز سرمایه‌داری این توانایی رو داره برای اونچه که افغانی‌ها میگن انکشافات اجتماعی به وجود آوردن، و ما باید این تجربیات، همه این چیزهایی که دوره بر ما گذشت و میگذره و حالا در جریانه، رو باید از نزدیک تجربه کنیم. اون چیزی که ویتنامی‌ها دارن میکنن که اونا هم یه نوع دیگر، تا اونجا که من نزدیک نمیدونم، ولی رفقایی که نزدیک بودن میگفتن اونا یه نوع جدیدی از تجربه چین رو دارن انجام میدن. یعنی این اکتشافات رو باز بذاریم، و ضمن این که این خطری که ما بیفتیم به عرصه ای که یک جنگ سرد به ما تحمیل بشه، یعنی نریم دنبال راه گریز که این رو، چون این خطر خیلی خطر جدیه. این از این جهت میگم که اینا همین الان این کار دارن با روسیه میکنن. یعنی من وقتی که این صفای جوانایی که پشت صف شعبه‌های مکدونالد تو مسکو و تو پترزبورگ صف کشیده بودن که روز آخری که به اصطلاح مکدونالد گفته بود امروز روز آخرین روزی که ما به اصطلاح اونجا فعال خواهیم بود، خیلی ترس برام داشت. یعنی به شخص من مطمئنم همین چیزی در ایران اتفاق نخواهد افتاد، برای اینکه انقدر خوردنی‌های مختلف و خوشمزه است تو ایران، کشورهای مثل ایران که مردم همچین صفایی نمی‌کشن. ولی این خطر رو احساس می‌کنم. ولی یه جنبه مثبتی از اون ور داره تو ذهنم که رفیق ما فرهان خیلی خوب توضیح داد. روس‌ها مردم میهن‌پرستی‌اند. من واقعا مردمی مثل اینا رو در هیچ جایی کمتر جایی دیدم. ببینید اینا انقدر غربی ها فقیرانه و حقیرانه در مورد اینا برخورد کردن که مجبور شدن به یه دیوونهی به اسم الکسی ناوالنی بردارن جایزه ساخاروف بدن. او میدونه و حتی انقدر بعد موازش خرابه که حتی روسای منتقد پوتین و دولت روسیه هم حاضر نیستن برن پشتش. خود این نشون میده که روسا چقدر خوب هوای همدیگر رو دارن تو این شرایط، برخلاف ما ایرانی ها که ده ها تلویزیون و شبکه ضد انقلابی و نمیدونم ارتجایی از تو ما در میاد، ولی شما تو روسا هم چیزی رو نمیبینید. و این ارزش بسیار چیز مهمیه که رفیق ما فران دقت کرد و این جنگ جهانی دوم بود، و من اینو کاملا تو زندگیم در اونجا دیدم که روسا قدر اون چیزایی که دارن رو میدونن، و اگر خوب مدیریت بشن خیلی خوب میتونن کار بزرگ انجام بدن. ولی باید این دوتا مسئله رو سرش دقت کنن، یک نیفتن به دام اون چیزی که ممکنه اونا رو برسونه به سمت مثلا یه چیزی شبیه افغانستان و شوروی ایجاد کنه، دوم بین که از همه ظرفیت ها استفاده کنن. تو این ما چپ ها باید خیلی مراقب باشیم، خیلی باید تحقیق کنیم، خیلی باید فکر کنیم روی روش های مدیریت جامعه، اداره جامعه. قربان شما، پرحرفی کردم، میبخشید. ما ایرانی ها میهن پرستیم. 8 سال جنگ با عراق رو فراموش نکن. یعنی نمیشه در کل گفت که یک ملتی میهن پرستن یا یک ملتی نیستن به صرف 4 تا رسانه. شما یه 8 سال جنگ تحمیلی فکر میکنم یه نمونه بارز از میهن پرستی ایرانیان باشه. آره، ولی الان بکنید مثلا تو ایرانی ها واقعا این، من مثلا نوارای صحبت های اخیر جدال چیز رو نگاه میکنم مال آقای علیزاده، مثلا این آخری خیلی جالبی، همین که رفیق فران زحمت کشیدین رو توی سایت ما گذاشت، کار بسیار خوبی هم کرد. مرتبه من در اطلاعات با سفر سمرقند و محساس هر دو. آره. نه این اطلاعات من این تازه امروز دیدم، این مسئله امروز مکالمات شما رو هم با دوستان مخالفم تا امروز دیدم، وگرنه من ما فعلا با چیزی بنویسیم، چون بنویسیم حساسیت برانگیزه. آره. ولی این توضیح این مسئله که علیزاده خیلی خوب صحبت میکنه، واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از مردم ایران چه در خارج کشور تحت تاثیر تبلیغات بیگانه هستن، اینو میبینید. ولی این فران به نظرم خوب توضیح داد، ولی تو روسیه اینجوری نیست. اینا به سختی تونستن یا میتونن آدمای روسهای درست حسابی رو بیارن چیز، برای همین رفتن سراغ ناوالنی، چون این مردی که دیوونه هستن. من خودم پای صحبتش نشسته بودم یه بار، میگفتش که نمیدونم تاجیک ها رو باید بریزیم توی چی، چیزها رو گرجا رو بریزیم نمیدونم توی دریای آزوف و تاجیک ها رو باید بریزیم تو فلان جایی، خوب بردن فاشیسته. یعنی این توافق برتری رو روسا دارن نسبت به ما، و ما از این جهت برخلاف نظر شما رفیق دنا
وضعیت خوبی نداریم امروز، اصلا وضعیت خوبی نداریم. نه ما نداریم، ما به دلیل یک شرایط منطقه است، شرایط بحرانی که خاورمیانه باش رو به روی، یکی به خاطر مسئله همین ائتلافایی که ایران با سوریه انجام و روسیه انجام داده و بخصوص الان سفرهای اخیر همین عضویت در شانگهای و فشار از بیرون و سوء استفاده از حد حدودهای مرزی ایرانی که اقوام مختلف کرد، عرب، آذربایجانی اینها زندگی میکنن، خب خیلی تاثیر داره. ایران متفاوت به نظرم، به همین دلیل ما یه مقدار باید هوشیارتر باشیم، یعنی ما باید حواسمون باشه، بخصوص حاکمیت باید بیشتر از ما حواسش باشه. اتفاقا اون چیزی هم که توی جدال میگه همینه که این حاکمیت به صرف این که داره یک ائتلاف بین المللی در بیرون از مملکت داره انجام میده و خیلی هم مثبت و خوبه، ولی فراموش نکنه که اون داخل هم باید یک امنیت وجود داشته باشه برای جامعه. من مثلا وقتی که میگن دختر کرد، فرق نمیکنه اون دختر از کجای ایرانه، یک زن ایرانی بوده، حالا خب توی تهران بوده، ولی باز هم تأکید یک چیزی که خیلی رسانه‌های ایرانی خارج روش تأکید میکنن، روی قومیت افراد تأکید میکنن، کرد، لور، عرب، آذربایجان، اصلا معنا مفهومی نداره. خب خیلی موضوعات حساسی. جانم میخواستم که اگه ممکن باشه ضمن تشکر از شما، تشکر ویژه از رفیق آزاد و تقاضای این که اگه ممکنه جلسه دیگه ای هم با ایشون داشته باشیم از خدمتتون مرخص بشم. خیلی خیلی متشکرم رفیق آزاد، امیدوارم امکان یک بحث و گفتگوی دیگه رو با خودتون از طریق رفقا به ما بدین. مرسی ملیه جان، مرسی که بودی، حتما ما هم خوشحال میشیم، یاد میگیریم از آقای آزاد. داروش جان من دیگه حرفام واقعا تموم شد. یه داشته باشی من تعجب میکنم این گوی و این میدان، این گوی و این میدان در خدمت شما. منم ولی به نوبه خودم از آقای آزاد تشکر میکنم، کتابشون رو خوندم، یاد میگیرم، واقعا کمک میکنه به این ذهنیت ما چپ ها که نگاهمون نسبت به مارکسیسم لنینیسم چیه، و خیلی من توصیه میکنم واقعا تک تک رفقا این کتاب رو بخونن، و بسیار کتاب جامعیه، هم آمار داره، هم فاکت داره، هم مستنده، و بسیار کتاب عالی. تشکر میکنم از ایشون. دارشان در این حال از شما تشکر میکنم که این جلسات رو برگزار میکنید. خب من که فقط نقش کمکی به شما آقای دارم. ممنون همه رفقایی که حضور داشتن، رفیقمون فران، آقای مرجایی و دیگر رفقا، داریوش وثوقی، حسین و همه تک تک رفقا. رفیق آزاد، اگه شما حرف پایانی دارید لطف کنین، جنبستی دارین یا سخنی دارید بفرمایید. خیلی ممنون. اولا تشکر رفیقمون ملیحه و دنا برای چوبکاری بنده، خیلی ممنونم از لطفتون. هر موقعی که باشه خوشحال میشم که با رفقا صحبت داشته باشم. برحال هرچه باشه هممون در یک سنگریم، باید از افکار هم استفاده کنیم. تنها چیزی که میخواستم روش تاکید کنم ضرورت برخورد علمی به وضعیت موجوده. یعنی ذهنیگری دچار تبلیغات شدن، نمیدونم با عواطف حرکت کردن به جای با منطق، امروز به ما صدمه میزنه. باید مسائل رو بسنجیم. وضعیت جهان اینقدر بغرنجه که احتیاج به مطالعه جدی داره در هر عرصه‌ای، دنبال کردن رویدادها به طور واقعی. و فراموش نکنیم امپریالیسم خبری امروز داره نقش تعیین کننده ای بازی میکنه تو جهان، و در واقع لبه اصلی حمله امپریالیسم از اون عرصه است. به نظر من حتی حرکت های نظامیش ثانویه نسبت به این، برای اینکه خونسا کردن افکار بهترین تضمین، بهترین تضمینه برای حفظ سلطه خودش. خونسا کردن دید مردم، خونسا کردن انگیزه هاشون، به انفعال کشوندنشون به اینکه هیچ فایده نداره، به همه اینا اینقدر قدر قدرتی که کارش نمیشه کرد، نمیدونم انواع و اقسام خوزعبلات دامن میزنن برای اینکه
مردم را از حرکت باز بدارن و ما باید واقعا خیلی حساب شده، خیلی حساب شده و در اتحاد درست بر اساس یک پلتفرم صحیح حرکت کنیم و مسئله رو پیش ببریم. من خیلی با آینده خوشبینم. من فکر میکنم که جهان وارد مرحله‌ای شده که هرچند بهای ممکنه نسبتا سنگینی برای عبور ازش بپردازیم، در سعی خط به نظر من داریم میرسیم به جایی که میباید باشه. خیلی ممنونم از لطف همه برای اینکه وقت گذاشتید حرف منش. جهان رو به آبادیست. ممنون از رفیق بهمن و سایر رفقا. یکی از معدود جلساتی بود که نه تنها از سخنران ها بلکه هم از پرسش کنندگان هم کسایی که بحث کردم به خوبی چیزای زیادی یاد گرفتم و واقعا معدود جلسات بود. من هم از تمام جنبستی که رفیق بهمن داد و قبول دارم. فقط در پایان یه نکته رو به نظر میاد که به طور مشخصتری من مطرح کنم، اینه که صحبت چین و اتحاد جماهیر شوروی شد، اینه که نقشی که رولی رو که اتحاد شوروی جماهیر شوروی به عنوان چیزی انترناسیونالیسم پروتری بازی کرد و همین نقش هم باعث شد که حلقه محاصره رو هرچی بیشتر و بیشتر دور شوروی بپیچن، همچی چیزی رو چین همچی کاری رو اصلا و بعدا نکرد. چین رو به عنوان یک کشوری که وجه عمده کارش ناسیونالیستی بود و اگر هم آمریکا در واقع رفقا هم اشاره کردن اگر رشد سرمایه‌داری اونجا تسهیل کرد، امیدشون در اصل این بود که اولا اینو در مقابل شوروی قرار میدن و امیدشون بود که با رشد سرمایه‌داری، رشد نیروهای مولده در واقع روبنای اونجا رو هم میتونن عوض بکنن که این پیشبینی‌هاشون تا حالا درست در نمیده ولی باید آینده رو دید. و مکنونم شکلی همکاری کشورهای همسود در جاجای مختلف و قطب اصلیش هم که همین در شکلی در مقابل امپریالیسم با منافع متفاوت، این امید و با آینده هرچی بیشتر و بیشتر میکنه و امیدوارم که این تهنور این چاه عدالت اجتماعی، استقلال و سوسیالیسم باشه. حالا با این تجاربی که داریم از اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای دیگه، روندهایی که رفیق بهمن آزاد چیز کردن، مطرح کردن و بر بستر مطالعاتی که میکنیم در آینده بتونیم که مثلا به طور موفق‌تری در راه ساختن سوسیالیسم حرکت کنیم. با تشکر از همه و همه رفقا در اروپا شب بخیر میگم و در آمریکای شمالی عصر بخیر. خداحافظ همگی. شب و روز بخیر. شب شما هم بخیر در دوهای اروپا. قربان شما. تا بعد. شب همگی رفقا بخیر.